با درود و عرض ادب خدمت همه عزیزان، در خدمت شما هستیم از سری جلسات ویژه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با موضوع حق اعتراض، که امروز با همت کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان با موضوع جدایی دین از دولت در خدمت شما هستیم، با حضور اعضای محترم کمیته و همچنین میهمانان عزیزی که در ادامه با عزیزان آشنا خواهیم شد. امروز پنج شنبه 29 سپتامبر 2022 برابر با 7 مهر ماه 1401 و ساعت 18 این برنامه در فضای زوم برگزار میشه. همچنین عزیزانی که از طریق یوتیوب و اپلیکیشن کانون ما رو زنده دنبال میکنن، من سلام عرض کنم خدمت این عزیزان. پیش از معرفی میهمان عزیزمون، من اجازه میخوام یک مقدمه کوتاهی رو عرض کنم و صحبت‌های ایشون رو بشنویم. همینطور که میدونید در ایران ما در حال حاضر اعتراضاتی رو مردم صورت دادن و این اعتراضات به سرعت در همه جای ایران، نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان، بسیاری از خبرگزاری ها همینطور افراد بسیار معروف و مشهور از هنرپیشه ها، خوانندگان، ورزشکاران و همینطور سیاستمداران در مورد ایران در الان تیتر یک، در واقع توی خبرگزاری جهان تیتر یک ایران شده. بنابراین لازمه که ما هم توی کانون در مورد اعتراضات ایران صحبت هایی داشته باشیم و این موضوع رو پیگیری کنیم. جلسه امروز در مورد جدایی دین از دولت هست و همونطور که میدونیم در ایران در از سالهای خیلی خیلی دور همیشه دین به نوعی توی سیاست و توی دولت دخیل بوده. بنابراین لازمه جدای دین از دولت رو با میهمان برنامه سرکار خانم دکتر رضوان مقدم، پژوهشگر و فعال جنبش زنان و همینطور سخنگوی کمپین توقف قتل‌های ناموسی پیگیری خواهیم کرد. خانم دکتر در خدمت شما هستیم و شما رو می‌شنویم. سلام میکنم خدمت حضار گرامی و کسانی که صدای ما رو میشنوند و سپاسگزارم برای انتخاب چنین موضوعی در چنین مقطع حساسی از وقایعی که در کشور ما داره اتفاق میفته. اما قبل از اینکه شروع بکنم صحبت هام رو، میخواستم از مدیریتور عزیز این برنامه خواهش کنم که اگر ممکن هست به پاسداری از تمام تلاش هایی که مردم ایران دارن می کنن و عزیزانی که کشته شدند بعد از جریان مهسا به مدت یک دقیقه حضار این گرامی فقط دست بزنن، چون زمانی نیست که ما سکوت کنیم. معمولا در مرگ میگن سکوت، یک دقیقه سکوت اعلام می کنن، ولی من میخوام اینجا این فراخوان رو بدم که یک دقیقه همه با هم دست بزنیم، میکروفون ها رو اگر ممکنه باز کنید و بعد از یک دقیقه دست زدن من سخنانم رو آغاز میکنم، اگر البته برای شما امکان داره. ممنون میشم. مرسی. سپاسگزارم، ممنونم که همراهی کردید با من. و خب بحث ما امروز بحث جدایی دین از حکومت هست، جدایی دین از دولت ها. قبل از اینکه به صحبت های اصلی بپردازم، من میخوام اشاره ای بکنم به قرون وسطا و این که وقتی دین در حاکمیت هست چه فجایعی رو میتونه به بار بیاره و به بار آورده. برخلاف تصور بعضی ها که فکر میکنن قرون وسطا مثلا 100 سال بوده، قرون وسطا 1300 سال طول کشیده، یعنی از قرن سوم میلادی کلیسا قدرت میگیره
و دیگه در قرن 13، 14، 15 و 16 به اوج قدرت و سرکوب خودش میرسه. در طول زمانی که کلیساها قدرت داشتند همه نوع فجایع اتفاق میفته، از کشتن دانشمندان گرفته تا زنان و تجاوزهایی که در اون دوران انجام میشه به نام دین، که خب حالا تاریخش رو عزیزان بهتر میدونن و میتونن مطالعه بکنند. و بعد ما شاهد به اصطلاح ورود اسلام هستیم که از قرن 8 میلادی آغاز میشه و متاسفانه با جنگ هایی که میکنه، با کشورگشایی هایی که میکنه و از طریق خونریزی ها و وحشیگری هایی که اعمال میکنه میتونه به زور کشورهای دیگر رو مسلمان بکنه و از جمله کشور ما ایران. یعنی مسلمان کردن مردم ایران با جنگ و خونریزی و تهدید و ارعاب بوده، به طوری که خب این رو هم باز دوستان میتونن مطالعه بکنن که چگونه تونستن مردم ایران رو با تجاوز و با خونریزی به دین اسلام وادار بکنن و اگر که کسی قبول نمی کرده بایستی جزیه پرداخت می کرده. می خوام بگم دین زمانی که در قدرت نیست سعی می کنه از خودش یک چهره رؤوفی رو نشون بده، ولی وقتی که به قدرت می رسه، وقتی که در حکومت هست، فجایع به بار میاره. دیگه الان این گفتگوی حرف الان این مسئله برای عزیزانی که در این اتاق حضور دارن و کسانی که صدای ما رو از اینجا میشنون کاملا ملموس هست. 43 سال حکومت جمهوری اسلامی که به طور مستقیم، یعنی قانونگذاری و همه چی به طور مستقیم دست حکومت بوده و هست، برای شما قابل لمس است که چگونه تونسته هم از طریق وضع قوانین ضد اعلامیه جهانی حقوق بشر، یعنی شما وقت قوانین رو نگاه میکنید، هم قوانین مدنی ما، هم قوانین جزایی ما و هم اصلا قانون اساسی ما، برخلاف تصور بعضی ها که میگن قانون اساسی ایران قانون اساسی خوبی هست، مطلقاً چنین نیست. قانون اساسی ایران یک قانون التجاعی است. در همون جمله اولش که مرد رو رئیس خانواده میدونه، این خودش یک ارتجاع هست و اینه که هم از طریق قانون، هم از طریق ایجاد سنت ها ایجاد است. ببینید من واژه هایی رو که به کار میبرم آگاهانه هست، یعنی یک سری چیزهایی که تو فرهنگ ما نبوده اینها رو وارد فرهنگ کردن. حتی در مراسم عزاداری اگر شما نگاه کنید، مروری بکنید به قبل از انقلاب، همین عزاداری که خودشون بهش اعتقاد دارن، با آنچه که الان هست، مثل پای برهنه رفتن به کربلا، یعنی شما نگاه کنید ببینید اصلا هر روز یک چیزی بدعت تازهی در میارن، مثل این امامزاده های سیار. اصلا شما تصور میتونید بکنید که امامزاده سیار وجود داشته باشه؟ یا مثل این جریان جمکران، چاه جمکران، یعنی اینها چیزایی هست که وقتی حکومت دینی مستقر میشه، به دلیل اینکه تمام رسانه ها در اختیارش هست، قدرت در اختیارش هست، میتونه هر چیزی رو به نام حقیقت غالب بکنه و به خورد مردم بده. کاریست که الان ما میبینیم، کاری که در قرون وسطا توسط کلیساها انجام شد. شما نگاه کنید ببینید بعد از انقلاب تعداد امامزاده ها چقدر افزایش بدون، اینا که درخت نیستن که سبز بشن، چطور ما میبینیم که در جاهای مختلف یه قبری بوده، حالا مثلا یک آدمی بوده که ملای ده بوده یا هر چی بوده، اونو کردن یک امامزاده و هر روز ما میبینیم بدعت جدیدی ایجاد میشه. پس این هم در یک بعد هست که در بعد در حقیقت ایجاد یک سری سنت ها، یک سری آداب و رسوم، یک سری به اصطلاح
ایجاد اماکن مقدس و تقدس کردن بعضی چیزها، مقدس کردن بعضی چیزها، اینها همه در ناشی از حکومت‌های مذهبی هست. در قسمت دیگه حالا ما بحث این رو داریم که چرا اصولاً دین باید از حوزه سیاست گذاری جدا باشه. یعنی یه این مقدمه رو من خدمت شما عرض کردم که بدونیم چقدر دین میتونه مخرب باشه در به اصطلاح زیرساخت‌های فرهنگی یک جامعه، در باورهای یک جامعه، در ایجاد کلیشه‌های جنسیتی در یک جامعه. همین چیزی که شما فکر کنید مسئله حجاب در اسلام چقدر تأثیر داشته در باورهای مردان جامعه که فکر کنن زن ناموس اونهاست، این ناشی از حکومت دینی است و از این طریق تونستند به وسیله حجاب هم کنترل جامعه رو کنترل زنان رو داشته باشن، هم کنترل مردان جامعه رو، و توجیهی داشته باشن برای حضور گشت‌های ارشادشون در اماکن عمومی، در خیابان‌ها، و حتی دخالت بکنن در زندگی خصوصی افراد، مثلا به جشن‌ها و مهمونی‌ها حمله بکنن، که اینکه زن و مرد با هم قاطی هستند و زن و مرد دارن با هم برگزاری جشن می‌کنن، در حالی که در مراسم آیینی، در به اصطلاح جشن‌های ایرانی، شما نگاه کنید ببینید که زنان و مردان دست هم رو میگیرن و رقص زنان و مردانه دارن. در لرستان هست، در کردستان هست، در آذربایجان هست، جاهای مختلف ایران ما، در خوزستان هست که زن و مرد با هم رقص دارن. علارغم 1400 سال حکومت اسلامی در ایران، اما نتونسته بودند یک سری از فرهنگ‌های ایرانی رو از مردم بگیرن، مگر در این 43 سال که حکومت در قبضه به اصطلاح آخوندها و در قبضه اسلامیست ها بوده که ما نتایجش رو داریم میبینیم، چقدر ایجاد استراب اجتماعی کرده. یعنی جامعه رو با حضور حکومت دینی که از طریق گزمه های حکومت، از طریق پاسداران حکومت تونسته به خصوصی ترین زوایای زندگی مردم نفوذ بکنه و به اجتماعی ترین زوایای زندگی اجتماعی مردم نفوذ بکنه و همه چیز رو تحت تأثیر دین، و حالا در این مورد که بحث ما اسلام هست، به اصطلاح قرار بده. مورد دیگری که خواستم خدمت عزیزان عرض بکنم، وقتی که یک دین در حکومت دخالت میکنه، لطفاً مدیریتور برنامه هر کجا که دید من خیلی دارم بیشتر از زمانم صحبت میکنم منو متوقف کنه. مورد دیگری که خواستم بگم، استیلای یک دین در به اصطلاح یک جامعه هست و به عنوان دین حاکم، به عنوان دین رسمی، به عنوان دینی که حکومت میکنه، اینه که بقیه ادیان رو پس میزنه. شما نگاه کنید که در ایران، حالا علاوه بر اینکه کشوری هستیم ما با اتنیک های قومی، ما ادیان مختلفی در ایران هست. مسیحی داریم، کلمی داریم، زرتشتی داریم، بهایی داریم و ادیان مختلفی هستند. و حالا غیر از اونها، غیر از اون که دین باور هستند، ما افراد بی خدا داریم، اتئیست داریم، و اینها هم برای خودشون یک بخشی از بخش اتفاقا امروزه بخش قابل توجهی از افراد جامعه رو تشکیل میدن. یک تحقیقی انجام شده در هلند توسط مؤسسه گامون که در این تحقیق 50,000 نفر رو مورد مطالعه قرار دادند که 90% این افراد در داخل ایران بودن. باشون مصاحبه کردن. خیلی جالبه که شما بدونید بیش از 60% مردم جامعه گفتن اصلا ما شیعه رو قبول نداریم. و حالا چون من الان حضور ذهن ندارم برای درصد کسانی که گفتن ما بی خدا هستیم،
ولی تعداد قابل توجهی از مصاحبه شونده ها گفتن ما اصلا خدا رو قبول نداریم. حالا ببینید این پاسخی که داده میشه که میدونید که در حکومت جمهوری اسلامی اگر شما بگید که من خدا رو قبول ندارم مرتد محسوب میشید و ریختن خونتون حلاله به قول اسلامیستا و خیلی ها رو در اساس سال 67 به این دلیل کشتن. یعنی سه تا سوال بود، یک سوالش این بود که آیا خدا رو قبول داری یا نه، اگه میگفتن نه جز در صف چپ قرار میگرفتن و کشته میشدن. ببینید در یک همچین شرایطی وقتی کسی میاد میگه من بی خدا هستم یک ریسک میکنه. حالا شما فکر کنید که اگر شرایط آزادی باشه و پرسش نامه بدن به مردم و بگن که شما بگید که آیا خدا را قبول دارید یا ندارید، ببینید در اون جامعه چقدر خدا را قبول ندارن. خب اینها افراد این جامعه هستن. پس بنابراین دموکراسی فقط به معنای این نیست که من اون تعریفی که قدر گذشته بوده و میگفتن دموکراسی یعنی رأی اکثریت، به نظر من دموکراسی یعنی رعایت کردن حقوق اقلیت. حتی اگر افراد بی خدا در اقلیت هم که باشن، در جامعه‌ای که اونها رو به رسمیت نمی‌شناسن دموکراسی وجود نداره. بنابراین یکی از خصیصه های حکومت های دینی زیر پا گذاشتن هر نوع دموکراسی و توتالیتر بودن هست و اینکه به زور به فشار بخوان مردم رو وادار به انجام اعمال مذهبی بکنن، مثل کاری که مثلا شما ببینید این دعوت کردن افراد به شرکت در نماز جماعت. یعنی اول انقلاب من چهرهای جوانی رو اینجا میبینم که فکر میکنم همچین چیزی رو ندیدن، ولی در اوائل انقلاب 10 سال اول انقلاب حداقل به این ترتیب بود که سر زور که میشد کارمندان اداره باید میرفتن نماز جماعت میخوندن و به این وسیله میتونستن افرادی رو که اعتقاد نداشتن یا اعتقاداتشون به اعتبار جمهوری اسلامی سست بود اینها رو شناسایی بکنن، اخراج بکنن یا اینکه نذارن به اصطلاح به مقاطع تصمیم گیری و تصمیم سازی در اون سازمانی که هستند برسند. اینها همه خطراتی است که در به اصطلاح حکومت‌های دینی هستش. خب حالا میرسیم، پس خیلی من فکر می‌کنم توضیح به اندازه کافی دادم که چقدر خطرناک هست وقتی که حکومت یک دین به اصطلاح حکومت دینی وجود داره و ضرورت این که سکولاریسم لایسیته یعنی فراتر از اون. این رو هم من بگم که الزاماً دوستان عزیز لایسیته منجر به اصطلاح دموکراسی بخشی از یعنی شرط لازم هست اما شرط کافی نیست. یعنی این که حتما باید یک جامعه لائیک باشه، حتما باید باشه و در اون جامعه تعدد تحزب وجود داشته باشه. دین به عرصه خصوصی باید رانده بشه، یعنی مطلقا این که من میگم باید مطلقا در هیچ جای قانونگذاری هیچ نقشی نباید به دین داده بشه به هیچ عنوان. حتی به اعتقاد من جاهایی مثل مساجد و کلیساها واقعا باید برداشته بشه، برچیده بشه و اینها باید تبدیل به مراکز فرهنگی بشه، مردم برن در اونجا برنامه موسیقی اجرا بکنن. چون ساختمان ها رو که دیگه حالا اینا ساختن، حالا در اروپا خوشبختانه این کار رو کردن و بسیاری از کلیساهای قدیمی تبدیل به شهرداری ها شده یا تبدیل به مراکز به اصطلاح فرهنگی شده و از بعضی از اونها برای روزهای یک شنبه استفاده میشه، اگرچه در این به اصطلاح نیمه آخر قرن بیستم دوباره مذهب شروع به رشد کرد و به خصوص اینکه ما میبینیم اسلامگرایی که البته این پدیده شوم رو متاسفانه بعد از جنگ سرد، یعنی در دوران جنگ سرد، نه بعد از جنگ سرد، در دوران جنگ سرد به این مسئله دامن زده شد و با ایجاد حکومت و با ایجاد گروه‌های مذهبی
مثل القاعده، مثل حزب الله لبنان، مثل طالبان، مثل داعش، مثل جمهوری اسلامی، و همه اینها سعی کردن برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم در جهان بتونن اسلام رو، یعنی چون که نقطه مقابل بتونن با رشد اسلامگرایی صدی رو ایجاد بکنن در مقابل سوسیالیسم، به دلیل اینکه جنگ بین سوسیالیسم و سرمایه داری بود و موفق هم شدن. هیلاری کلینتون یک ویدیو داره، دوستان میتونن در یوتیوب برن ببینن، اینها شایعه نیست و وزارت امور خارجه آمریکا این سیاست خودش رو که مثلا طرح مکارتیسم بود، مکارتی یک جامعه شناس بود و این طرح رو داد و موفق هم شدن. ولی در همون مسابقه که هیلاری کلینتون داره میگه که بله ما موفق شدیم با مثلا ایجاد طالبان و مجاهدین در افغانستان جلوی نفوذ شوروی سابق رو بگیریم، اما یک اشتباه کردیم که نتونستیم اینها رو کنترل بکنیم و 11 سپتامبر به وجود اومد. و ما الان میبینیم مثلا بوکو حرام در آفریقا، که آموزش بوکو حرام یعنی آموزش حرام است، در مثلا آفریقا میاد و 200 تا دختر دانش آموز رو میدزدن، به بردگی میگیرن، ایجاد رعب و وحشت میکنن، در برابر آموزش میستند و اجازه نمیدن آموزش دختران، حالا بیشتر دختران رو مورد هدف قرار دادن. میخوام یعنی مثال های متعدد ما داریم در جاهایی که هر کجا که اسلام بوده، هر کجا که مذهب بوده، حالا ما بحث ما امروز روی اسلام هست، چون اسلام هست که الان میخواد در خیلی از جاها حکومت هایی که به اصطلاح در ما در افغانستان میبینیم، در ایران میبینیم، در عربستان سعودی میبینیم، جاهایی که حکومت بر اساس دین عمل میکنه، یعنی قوانین دینی نوشته شده نه بر اساس اعلامیه 30 ماده یا 34 ماده، حالا چون بعد از جریان اینترنت به اعلامیه جهانی حقوق بشر هم موادی رو پیشنهاد شده که اضافه بشه، ولی حالا ما هم اعلامیه 30 ماده رو بگیریم، مخالف این اعلامیه 30 ماده عمل شده و حتی کنوانسیون هایی که مثلا کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان به این دلیل در کشوری مثل ایران پذیرفته نمیشه که اون رو مغایر با شؤونات اسلام میدونن. و مثلا طبق اصل 4 قانون اساسی، من در ابتدای صحبتم گفتم که قانون اساسی می قانون ارتجاعیه و اشاره کردم به اون مقدمه قانون اساسی، اما اینجا هم میخوام به اصل 4 قانون اساسی اشاره بکنم که طبق اصل 4 قانون اساسی تمام قوانین باید بر اساس شریعت اسلام شد، قوانین، بخشنامه ها، آیین نامه ها، همه. و ما میبینیم که با یک چنین ماده ای، حالا اگر 100 تا ماده مترقی هم داشته باشه، وقتی شما یک دونه اینجا میگی تمام قوانین باید این باشه، دیگه فاتحه ای اون قانون اساسی خونده است و اون قانون اساسی بویی از اعلامیه جهانی حقوق بشر نبرده، بویی از انسانیت درش نیست. به همین دلیل است من که الان در خدمت شما هستم به این قانون اساسی در ابتدای انقلاب رأی ندادم، به جمهوری اسلامی هم رأی ندادم، به این دلیل که اسلامی داشت و چون حکومتی که رنگ و بوی مذهب داشته باشه یعنی حذف بقیه، و ما دیدیم که چنین شد. بعضی ها با ساده انگاری فکر میکردند که خب حالا یک دونه اسلامی، حالا اون آخرش کاری مشکلی ایجاد نمیشه. چرا مشکلی ایجاد میشه؟ وقتی به همین دلیل است که من از این تریبون میخوام استفاده کنم و کسانی که الان صدای ما رو میشنوند خواهش بکنم که نقاد باشیم، تفکر نقادانه داشته باشیم. هر کجا که میبینیم، هر کجا که میبینیم که کوچکترین کلمه مغایر با حقوق بشر هست، اینجا کانون دفاع از مدافعان حقوق بشر هست. هر کجا که میبینیم یک کلمه هست که حقوق بشر رو انکار میکنه یعنی نادیده میگیره، مقابلش بیستیم، نقدش بکنیم، بیرحمانه نقد بکنیم. امروز ما میبینیم یک شعار زن زندگی آزادی داده میشه، 4 نفر میرن در دانشگاه شیراز شعاری رو میدن انحرافی، مرد، وطن، آبادی رو هم کنارش میذارن. این قضایا رو باید نقد بکنیم، این مطالبی رو که میبینیم
به انحراف میکشونه، به سمت سوی مرد سالاری میکشونه، به سمت سوی مذهب میکشونه، اینها همه قابل نقد هست. برابری من سخن رو کوتاه بکنم، فکر کنم خیلی از کنم بیشتر صحبت کردم. اگه بخوام یک جنبندی از صحبتم داشته باشم و بعد در خدمتون باشم که اگر سوالاتی دارید مطرح بکنید، اینه که یکی از اساسی ترین و اصولی ترین راه رسیدن به یک جامعه دموکراتیک جدایی 100% 100% دین از حکومت هست. یعنی به هیچ عنوان هیچ نهاد دینی، هیچ فرد مذهبی حق نداره باورهای مذهبی خودش رو در قانون گذاری دخالت بده. هیچ فرد، دین یک حوزه کاملا شخصی و خصوصی است و از چهار دیواری خانه و فکر فرد فراتر نباید بره. هیچ فردی حق نداره باورهای مذهبی خودش رو به دیگران تحمیل بکنه. پدر و مادر حق ندارند باورهای مذهبی خودشون رو به فرزندشان آموزش بدن. باید بگذارند وقتی که طرف به 18 سالگی رسید خودش بره، میخواد خدا داشته باشه، میخواد نداشته باشه. اگر خواست خب میره حالا یک خدایی برای خودش خلق میکنه یا یکی از این خدایانی که براش خلق کردن انتخاب میکنه. ولی این مخالف حقوق بشر هست که ما افکار و عقاید خودمون رو به فرزندانمون تحمیل بکنیم. انسان شیء نیست که به تملک دیگری در بیاد. فرزندان ما اشیاء ما نیستند. فرزندان ما موجودات مستقلی هستند که اگر ما دلمون خواسته فرزندی داشته باشیم و نسلمون رو تداوم بدیم، فقط وظیفه محافظت از اون نهالی رو داریم که کاشتیم و پرورشش بدیم برای اینکه یک انسان از لحاظ فکری سالم باشه، انسانی باشه که به حق دیگران تجاوز نکنه. بنابراین این از راه تحمیل باورهای مذهبی نیست. ممنونم که به من این فرصت رو دادید. در خدمتتون هستم برای سوالات و پوزش میخوام از اینکه بحث من کمی طولانی شد. آقای کریم، مدیریتور برنامه وقت میده به عزیزان یا اینکه به چه ترتیب هست؟ سلام عرض میکنم خدمت همه همکاران عزیز. جناب آقای شایگان مثل اینکه دیسکانکت شدن یه لحظه، الان دوباره وصل شدن. من با اجازه تا ایشون وصل میشن سوال هم میپرسم. خانم دکتر، من تو صحبت‌های شما، البته چون میدونم شما وقتتون هم کمه و متاسفانه ممکنه جلسه رو زودتر ترک بکنی، به خاطر این سوالمو میپرسم الان تا حسین استفاده بکنیم و جواب شما رو هم بشنویم. تو صحبتاتون فرمودید که من رأی ندادم به خاطر جمهوری اسلامی بودنش. یه سوالم اینه که اگر که فرض رو بر این بگیریم که همین فردا همه پرسی بخواد برگزار بشه و این کلمه اسلام از ته جمهوری برداشته بشه و ما جمهوری ایران داشته باشیم، آیا باز هم رأی میدید؟ یعنی اصلا همچین چیزی رو میتونید متصور بشید که همچین اتفاقی امکان داره بیفته؟ و اگر این اتفاق بیفته، آیا شما میرید به همین حاکمیتی که الان بر مسند قدرت هست و داره حکومت میکنه بر ایران، آیا میرید شما رأی میدید به خاطر اینکه اسلام برداشته شد از ته جمله؟ و یه سوال دیگه هم داشتم، دو تا رو میپرسم با هم دیگه، ممنون میشم اگه بتونید جواب بدید. فرمودید برچیده شدن مساجد و کلیساها. سوال من اینه که آیا دین و تدین ادیان کلا ایراد و مشکل از این هاست که ما باید کلیسا و مساجد رو تعطیل بکنیم، یا اینکه نه، ایراد از قدرت داشتن در واقع ادیانه، قدرتمند بودن ادیانه؟ و اگر اینجور است چرا ما باید مساجد و کلیساها رو تعطیل بکنیم؟
مرسی از شما، ممنونم، میشنویم شما رو. ممنونم آقای کریم عزیز، دو تا سوال بسیار جالب کردید. در مورد سوال اولتون، ببینید میگه که انسان ها باشند ظرف های بسته در، گر به مظروفش نظر داری شهی، بر به ظرفش عاشقی تو گمرهی. جمهوری اسلامی، ببینید الان یک ترکیبی از این افراد هستند، خب اینها آدمن دیگه، درست؟ این آدم ها با یک باورهایی دارن. الان در این مثلا فرض کنید حالا یک کسی مثل خامنه ای همونجا سر جاش باشه به عنوان رهبر، ولی حالا اسمشو بذارن جمهوری ایرانی، معلومه که من نمیرم رأی بدم. اون چه که وقتی میگیم فقط مسئله، ببینید اون زمان سال 57 که وقتی من میگم که رأی ندادم، چون دو تا گزینه گذاشتن پیش روی مردم، آری یا نه، یعنی جمهوری اسلامی بود اونجا، آری یا نه. خیلی خوب، بندم رفتم رأی نه رو ریختم به سند، نه جمهوری اسلامی نه. خب حالا شما سوالتون اینه که اگر آیا این افراد با همین ترکیب بمانند، من میدم اسمشو بذارن فلان، اولا که هرگز این کارو نخواهند کرد، اینو خیالتون جمع باشه. دومی که اگر این کارو اصلا مسئله ما، مسئله این حاکمینی هست، این باوری هست، یعنی فقط اسمش نیست، خب اون یک سیستم هست، سیستم باید تغییر بکنه. و الان مردم ایران فراتر از این هستن، اصلا کل این سیستم رو نمیخوان، کل این سیستم زیر سوال هست براشون. برابر این هرگز من نخواهم رفت با این ترکیب، هرگز نخواهم رفت رأی بدم. الان این افرادی که 43 سال هست به صورت خانوادگی تمام، یعنی شما نگاه کنید ببینید تمام این سران جمهوری اسلامی همه زن و شوهرای همدیگه و نمیدونم عروس هم و داماد همدیگه هستن، یعنی یک هزار فامیلی هست، منتها یک کاست مذهبی هستن که همه چیز قدرت دستشون هست. سوال دومتون در مورد مراکز مذهبی بود. من به عنوان یک قطب قدرت میگم، توجه بکنید به صحبت من، یعنی که مسجد به عنوان یک منبع قدرت، این قدرت بعد از مساجد و کلیسا همونطور که در غرب گرفته شده، البته میگم در این به اصطلاح نیمه دوم قرن بیستم به دلایلی که زمین صحبت هم گفتم، سعی کردن مذهب رو دوباره یه جوری بیارن بالا که مقابل یک نوع تفکر دیگه گرفته بشه، یک مقداری دوباره مذهب قدرت گرفته و مالیات هایی بهش داده میشه. و مثلا در کشور آلمان کلیساها، مثلا شما مالیاتتون میتونی به کلیسا بدی. واقعا بحث من این هست، بله اعتقاد دارم به این که اینها به هیچ عنوان نباید در جامعه بهشون قدرت داد. وقتی بهشون قدرت، یعنی این قدرت رو از مردم میگیره، از من و شما میگیرن، از غیب نمیارن. پس بنابراین نقش ما در این که مذهب در حوزه شخصی بمونه، بحث من اینه دوست عزیزم، که مذهب رو تمام مکانیزمایی، هر مکانیزمی که شما فکرشو میکنید، باید پیش گرفت که دین، مذهب فقط و فقط در حوزه شخصی بمونه. وقتی بیاد در حوزه اجتماعی بخواد دخالت بکنه، بخواد شما رو به زور به بهشت ببره، یکی در مسیحیت میاد بهشت رو به شما میفروشه، یکی میاد در اسلام به زور میاد اگر شما روزه خاری بکنی در خیابون میاد شلاقت میزنه که تو رو به بهشت بفرسته. در هر دو حالت اینها مخرب هست برای جامعه، و به همین دلیل است که اعتقاد راسخ دارم بر این که دین باید کاملا و 100% در حوزه شخصی بمونه. آقای رضا جهانبین بفرمایید عزیزم. خانم رضا جهانبین هستن دکتر. رضا ببخشید، معذرت میخوام. خانم رضا بفرمایید عزیزم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما و خوشحالم که خانم مقدم شما رو دوباره بعد از مدتی در جمع خودمون داریم. من یه سوالی از شما داشتم. همونطور که خودتون گفتین سال 57 خب به حال انقلاب یه ماه و اون شعارهایی که در اعتراضات داده میشد یه ماهیت تبعیضی داشت بر اساس دین. الان بعد از 40 سال که به حال باز هم یه سری شعارها داره استفاده میشه. یه شعاری که خیلی پررنگه بحث زن، زندگی، آزادی هستش که شما هم صحبت کردین و گفتین که در برابر اون
اومدن شعار مرد میهن آبادی دادن که خیلی موافق این قضیه نیستیم. حالا به نظر شما این که کلن همیشه داره تلاش میشه که توی شعارهایی که استفاده میشه و صحبت میکنن در موردش یه عنصری از تبعیض وجود داشته باشه، حالا میخواد دین باشه، میخواد بحث جنسیت باشه، حالا هر چیزی میتونه باشه، آیا به نظر شما این اصلا درسته که از این شعارها استفاده بشه یا میتونن به صورت عمومی تر شعارهایی رو انتخاب کنن برای اون اعتراضی که دارن؟ مثلا بگن اتحاد زندگی آزادی، یه شعاری که اصلا هیچ نوع تبعیضی و بحثی توش نباشه، چون من الان مردم رو دارم دچار چند دستگی میبینم. فمینیستا موافق هستن و حال کسانی که یه مقداری خصلت دینی و مرد سالاری دارن مخالف هستن و مردم خودشون دارن وارد یه حاشیه و تناقضی میشن به خاطر این قضیه، لااقل توی فضای مجازی که ما داریم میبینیم. ممنون میشم در این مورد صحبت کنید. مرسی. ممنونم روزا جانم. ببین عزیز دلم، در رابطه با این شعار زن زندگی آزادی، ژن ژیان آزادی، مسئله این هست که 43 سال هست حکومت جمهوری اسلامی شناسنامش و هویتش رو با سرکوب زن نشان داده. یعنی شما ببینید اگر که با همین مسئله حجاب، در حقیقت پرچم جمهوری اسلامی حجاب زنان هست. به این دلیل این شعار اومد بیرون که اولا با مرگ زنی که به خاطر، من اسم این مرگ مهسا رو کشتن یا قتل ناموسی حکومتی گذاشتم، این از قتلای حکومتی ناموسی حکومتی هستش. به این دلیل این اومده بیرون، به خاطر اینکه توجه جامعه‌ای که 43 سال سکوت کرده در مقابل سرکوب زنان جامعه، به خاطر این هست که توجه جلب بشه. و زندگی، وقتی شما میگید زندگی رو آوردید اون وسط، یعنی این شعار اتفاقا شعار بسیار هوشمندانه است و الان در سطح جهانی جا افتاده، حتی در کشورهای اروپایی دارن راجبش بحث میکنن که این شعار با این مثلا همه چیز رو در بر داره. یعنی شما در زندگی چی میبینید؟ آیا مثلا زندگی بدون مردم هست؟ خب مرد اون وسط هستن دیگه. این شعار در حقیقت انگار یک مثلث هست که در رأس اون مثلث زن هست و در به اصطلاح دو رأس دیگرش زندگی و آزادی هست. یعنی آزادی وقتی میگه آزادی برای همه مردم جامعه است، آزادی که فقط برای زنان که تنها نیست، زندگی فقط برای زنان که تنها نیست. یعنی در زندگی اونجا مسئله اقتصاد هم نهفته است. شما مگر میتونید زندگی داشته باشید ولی در فقر باشید؟ می به توجه بکنید معنای فلسفی این شعار. این شعار بسیار شعار دربرگیرنده است و متاسفانه بعضی ها، من معذرت میخوام یه ذره شاید باید کمی رک صحبت بکنم، بعضی ها به دلیل اینکه تحلیل نمیکنن به اصطلاح یک شعار رو، فقط میخوان به عنوان رقابت میبیننش و هنوز اون تفکر مرد سالار جامعه ما خیلی قوی هست، نمیخواد بپذیره که یک اجازه بدن یک مدت هم این همه گفتن مرد، همش مردی و مردانگی بوده، یک هم یه به قول معروف این مواضع مرد سالارانه، این خودبینی رو یک هم کنار گذاشته بشه، یه ذره بیایم نگاه بکنیم ببینیم زن مادران و خواهران و دختران که 43 ساله واقعا شدیدترین عذاب ها بهشون داده شده، این آقایون جامعه بیان واقعا یک هفته روسری سر کنن و برن در خیابون در تابستون در گرمای 45 درجه ببینن چه حالی بهشون دست میده، یک چادر سیاه بکنن سرشون و را بیفتن ببینن چه حالی بهشون دست میده. این مسئله زن زندگی آزادی که شعار بسیار فراگیر هست، همه جانبه هست، اگر که نسبت به معنا و مفهومش تعمق بشه، فکر بشه و شعار آلترناتیو دیگری برای ساخته نشه، به نظر من شعارهایی که میخوان هی مردانگی رو بیارن، مثلا دفاع از وطن رو فکر کنن سازندگی وطن رو فقط ما کار مرداست، نه، کی میگه کار مرداست؟ این همه زنانی که شبانه روز دارن تلاش میکنن
تمام آموزش پرورش این جامعه رو زنان، مگر آموزش پرورش جز آبادانی و آبادی مملکت مگر نیست؟ اینه که این به نظر من یک شعار جنسیت زده هست، مرد نمیدونم وطن آبادی، اینها یک مقدار ایجاد انحراف میکنه. من فکر میکنم آرشای عزیز بفرمایید و بعد هم آرمین. من ببخشید دوستان، به خدمتون عرض کرده بودم که یک جلسه دیگه دارم، اگر اجازه بدید من، چون گفته بودم نیم ساعت در خدمتتون خواهم بود، اگر اجازه بدید من 10 دقیقه دیگه در خدمتتون باشم. خیلی این جمع اصلا من لذت میبرم. خیلی ممنونم از آقای شفایی عزیز، حال احوالم نکردم در ابتدای صحبتم باشون، واقعا ممنونم که این بحثا رو میذارید و خیلی پوزش میخوام و شرمندم از این که به این بحث جالب بیشتر از این نمیتونم باشم و سعی میکنم کوتاه جواب بدم. آرشا جان بفرمایید عزیزم. سپاس فروان بابت تمام مطالبی که فرمودید، خیلی جالب بود برای من. خیلی کوتاه هستم که وقت بقیه دوستانم نگیرم. تو آلمان 2 تا حزب هست، یکی حزب سوسیال مسیحی، این 2 تا حزب هم بیشترین رأی رو دارن همچنان توی آلمان. میخواستم بپرسم که خب الان مسیحیت تو آلمان قدرت داره و خوبم دارن پیشرفت میکنن، این تناقض رو شما چطور توضیح میدید؟ سپاس، خدا نگهد. ممنون. ببینید در آلمان حدود 50 تا حزب وجود داره، همونطور که دوستان عزیز مثل آقای شفایی که در آلمان زندگی میکنن میدونن، و معمولا بین 8 تا 11 تا حزبش قدر هست که در پارلمان رأی میارن. اسمش هست دموکرات مسیحی، اما مسئله اینه که دین اونجا در قانون گذاری، یعنی دین رو دخالت نمیدن. قوانین آلمان قوانین سکولار هست. حزب وجود داره، منم اعتقاد دارم، خب والا درسته من میگم که دین باید در حوزه شخصی خودش باقی بمونه، ولی حالا حزبی وجود داره در آلمان به این اسم هست، اما اسمش هست، منتها در حوزه قانون گذاری مسائل دینی رو وارد نمی کنن. یعنی احزاب دیگه هستن که اجازه نمیدن. از اون طرف مثلا دیلینکه هست، اسپیده هست، و اینه که یک تعادلی در جامعه هست و با توجه به این که یک جامعه دموکرات هست، خب اجازه دادن این احزاب هم حضور داشت باشن و البته گفتم علی رغم اسمشون سعی نمی کنن که مسئله دین رو بخوان مثلا دخالت بدن در قانون گذاری و بگن فرزند چه میدونم بچه ها باید بیان در مثلا چه میدونم روزای شب مدارس رو بیانن کلیسا. خب امین عزیز نوبت شماست. آرمین ببخشید، آرمین اشتباه گفتم، آرمین گرامی. با سلام، خسته نباشید خدمت شما و عزیزان. من 2 مورد رو میخواستم اشاره کنم. یکی که دیوارنگاره های قبل از عصر حجر، اونجا که ما میبینیم انسان ها هنوز هیچ دینی ظهور پیدا نکرده، آدمیت فقط در مورد مشکلاتش، در مورد زندگی روزمره صحبت میکنه و هیچ چیزی غیر از این نیست بینش، قوانینی که بینشون حاکمه. اما بعد از اون که دین ها ظهور پیدا میکنن، همش یک سری قدرت نمایی هایی هست، یک سری تصاویری دیده میشه در یا مساجد یا کلیساها یا هر جایی. اونجایی که قدرت دین حاکم میشه و خودش رو در یک جایی قرار میده که هیچ کس نزدیک نمیشه به. دومین مورد در مورد همین شعارهایی که میفرمایید در مورد اخیر این قیام های اخیر. خب زنان ما 40 سال در ازای شوهران، پسران و دخترانشون نشستند، هیچ نگفتند، دم نزدند و فقط اونها بودن، این جوانها و پسرانشون بودن که اینجا و می درخشیدن، شهید نامیده می شدن و زنان در اون قصه ها و غم های خودشون بودن. حالا زنان ما در عرصه هند و وظیفه ما مردانه که اونا رو حمایت کنیم. ممنونم. خب از توضیح خیلی خوبی که دادید، بله در گذشته، حالا قبل از اینکه به اصطلاح ادیان بیان، انسان‌های اولیه وقتی طوفان می‌اومد، باد می‌اومد، سیل می‌شد، رعد و برق می‌شد،
خب یک مقداری به هر حال میترسیدند و شاید مثلا به فکر میکردن این حالا یک قدرتی هست، ولی با همه اینها مسئله به اصطلاح دین به شکلی که بعدها به وجود اومد و اول یهودیت و بعدش مسیحیت و بعدش هم اسلام، حالا ادیان زیادی هم که خورد و ریز همه جا هستند، به هر حال دین یک ابزاره، ابزاریه که به نظر من بدترین ابزاری است که بشر علیه خودش ساخته که به وسیله همین دین بتونه خودش رو سرکوب بکنه. خب ممنونم آقای ام آر. رضایی هستم خانم دکتر. جانم. آقای رایی هستم. آقای رایی، بفرمایید آقای رایی. علی با سلام به شما خانم رضوان مقدم و دوستان گرامی، من لایسیته رو اونگونه که شما توضیح دادین یه زاویه دیدی با شما دارم، اونا رو مطرح میکنم. لایسیته که در فرانسه به وجود اومد، ژول فری گفت، خطاب به کلیسا گفت، دعوای ما با شما رو مدرسه تعیین میکنه. 100 سال بعد در همین فرانسه دانشمندانی مثل آقای آلن تورن معتقد هستن که مواظب باید باشیم لایسیته تبدیل به لایسیسم، به لایسیته گرایی نشه. به این معنی که حالا چون شما وقت ندارین و میخواین برین، من خیلی کوتاه توضیح میدم. لایسیته صفت دولته، نه صفت مردم. مردم رو نمیشه خونسا کرد، دولت رو میشه خونسا کرد، بیطرف کرد در واقع. اما دولت یک، این لایسیته به عنوان صفت دولت، دولت رو بی دین و همچنین بی مرام میکنه، هر مرامی نه فقط دین. این ظرف خالی رو لازمه برای این که یک مرام دیگه نیاد به جای دین پرش بکنه، دوباره همون بلایی رو به اسم دین سر ما آوردن به اسم مرام بیارن، لازمه که پرش بکنی با چیزی که غیر قابل زورگویی بشه و اون حقوق هست. بنابراین اگر بیان آزادی، اگر گفتمان آزادی مرام دولت نشه، یعنی اگر گفتمان تمام حقوقی نشه، بیفایده است از اینکه ما دین رو بذاریم کنار و بخواهیم که مشکلات حلش نمیشه. یک نکته این. دوم این استش که چرا صفت شخص نمیتونه بشه لایسیته؟ برای اینکه انسان خونسا نیست، انسان عقیده داره، میتونه یا دینی باشه یا بین دینی. این انسان بعد میاد در دولت به معنی سه قوه مقننه و مجریه و قضاییه و در اونجا با همون عقیده خود عمل میکنه. پس بنابراین انسان رو نمیشه خونسا کرد در بیرون از خونه. انسان عقیده داره، با اون عقیده خودش میاد. به این علت هست که ستین با دین غلطه، رنسانس در دین و مرام ها درسته. یعنی جهت حرکت دین و مرام ها از قدرت مداری ها به حقوق مداری ها به آزادی هستش. در این حالت اروپا موفق شد. هر جا که با دین ستیز بود، از جمشید، زمان جمشید تا حالا، ایرانی ها گرفتار همین مشکل هستند. یا در تضاد با دین بودن یا در وحدت با دین. میتوان نه این بود نه اون، و میتوان دولت رو محتوای حقوقی برایش قائل شد. کسی که با دین و عقیده میاد، فراموش نکنیم که این خالی نیست، این با مرام میاد، از او توقع داشته باشیم که در درون دولت حقوقی عمل بکنه. و هرگاه عقیده اش با حقوق در تناقض بود، عقیده او هست که به نفع حقوق، لازمه که تصحیح بشه و درست بشه. این که ما بخواهیم انسانها رو برایشان قانون بتراشیم، همون گونه که آقای آلن تورن توضیح میده، کاریست که لیبرالیسم میخواد بکنه. لیبرالیسم به بهانه های مختلف میخواد از قواعد جهان شمول که حقوق هستن فرار کنه و قانون بتراشه برای انسانها، و انسانها رو برای عقیدهشون، برای محتوای انسانیشون ضوابط و خط و نشان و قالب درست کنه. شدنی نیست. دیکتاتوری ها نتونستن این کار بکنه و
و با فشارهای زیاد نتونستن بکنن و بنابراین لیبرالیسم هم اون تجربه شکست خورده رو نمیتونه تکرار بکنه. پس لایسیته جدایی دین از دولت نیست، جدایی نهاد دین از دولت هست، از نهاد دولت هست و پر کردن دولت با حقوق هست. دموکراسی که در اون لایسیته همراه با حقوق نباشه نوعی استبداد هست. پس دموکراسی موقعی که از حقوق پر میشه و زمانی که دولت از حقوق پر میشه محافظ مردم میشه. و نکته دیگر این است که اگر در جامعه انواع اقسام بیانهای قدرت باشه، دولت حقوق مدار، دولت لایسیته که مرامش حقوق هست به وجود نمیتونه بیاد. به این علت که این انسان ها با این قدرت خودشون میرن تو دولت و در اون دولت، اون دولت حقوق مدار رو محروم میکنن از اون وضعیت حقوقی خودشون. خیلی ممنون، مرسی. ممنونم آقای رای عزیز از توضیحاتی که دادید. ببینید، شاید در ضمن صحبت هام این مسئله رو به اصطلاح کمرنگ گفته باشم. بله، ببینید مسئله اینه که اتفاقا برمیگردم به سوالی که اگه اشتباه نکنم ارشیا بود یا آقای آرمین، یک کدومش بود در مورد دموکرات مسیحی در آلمان گفت. ببینید مسئله دقیقا مسئله جدایی نهاد دولت، نهاد حکومت از دین، حالا نهادهای دینی، چون دین که میگیم یک دونه که نه، انواع و اقسام نهادهای دینی داریم. مثلا فرض کنیم در حالا برجستش در اروپا کلیساست، در اسلام مساجد هستن، مساجد حوزه علمیه و خیلی چیزهای دیگه هست. بحث من این هستش که وقتی بله هر انسانی که میره حالا یک سری افکار و عقاید داره دیگه، حالا در قالب نماینده مجلس هست، نمیدونم وزیر هست، وکیل هست، اون کسانی که در مراکز قدرت هستن بالاخره یک تفکری دارن. مسئله این هست که اون باور مذهبی خودشون در نهاد قانونگذاری، یعنی وقتی داره نماینده مجلس قانون وضع میکنه، حالا این آدم یک آدم مسلمانه، حق نداره این آدم مسلمان موقعی که میخواد قانون وضع بکنه مثلا بگه که من اعتقاد دارم به حجاب زن، حالا بعد این ماده قانونی گنجنده بشه. این همینی میشه که ما داریم میبینیم. به همین دلیل که من بحثم اینی که در حوزه شخصی باید باقی بمونه، نه اینکه باور خودش رو به هر شکل و شیوهی، حالا در نهاد قانونگذاری هست، در قضائیه هست، در مجریه هست، در هر کجا، به هیچ عنوان این وقتی که ما اگر اون فرد حق داشته باشه، یک حق بزرگتری از جامعه رو گرفتیم، کما اینکه داریم نتیجهش رو میبینیم الان در اون چه که در اتفاق افته در حکومت، در همه حکومت‌های مذهبی، حالا در نقش حکومت جمهوری اسلامی باشه، در نقش طالبانی باشه، در نقش عربستان سعودی باشه که دست قطع میکنن موقع اگر کسی دزدی کرد، چون که خب میدونید اینها مثل قوانین اسلامی هست، یا مثلا دورانی که مسیحیت بوده. به همین دلیل اون بحث شما رو من در مورد اسلام، بله برای فرد لایسیته برای فرد نیست، درست میگید کاملا، اما فرد میتونه لائیک باشه، یک فرد لائیک میتونه، ولی کاملا من با بحث شما در این زمینه موافق هستم. دوستان، من خیلی دوست داشتم این بحث رو ادامه بدم چون بحث جالبی رو آقای رای مطرح کردن و کاش میتونستیم ادامه بدیم، ولی من واقعا با اولین باره که علارغم میل باطنی خودم مجبورم که جلسه رو ترک بکنم. دارم لذت میبرم ولی خودم رو باید از لذت در کنار شما بودم و این بحث جالب محروم کنم. ممنونم که به من این فرصت دادید. سپاس از شما خانم دکتر مقدم. البته آقای شفایی توی چت نوشتن که اگر ممکنه یک فرصت مناسب‌تر بیشتر در خدمت شما باشیم، اگر قبول بفرمایید، قبول زحمت بفرمایید بیشتر در خدمت شما باشیم. استفاده کردیم از صحبتتون. من معذرت می‌خوام، یک لحظه اینترنتم قطع شد، رفتم و آمدم، ولی ممنون از لطفتون و همراهیتون. ممنونم. من چون یک جلسه دیگه دارم که اون جلسه رو من نیم ساعت عقب انداختم، یعنی خدمت دوست عزیزمون که دعوت کرده بود عرض کردم که جلسه بعدی هست و
ولی خیلی خوشحال می شدم که میتونستم بمونم با پوزش فراوان. واقعا ممنونم از ازتون. سلامت باشین، خیلی لطف کردین تا همینجاش، هم خیلی لطف کردین به ما. خواهش میکنم، افتخار من بود. خواهش میکنم. دوستان من یک سوالی رو میخوام مطرح کنم. حالا اگر اجازه بدین من از عزیزان خداحافظیمو اینجا بکنم. ممنونم ازتون، خدا نگهدار. خداحافظ. تو یکی از صحبت ابتدایی خانم دکتر یک بحثی رو مطرح کردن راجع به این که بی خدایان و آتئیست ها در ایران هستن که خیلی الان نترسر و خیلی بی پرواتر اعلام میکنن این موضوع رو. خب من خیلی دوست داشتم از ایشون بپرسم، ولی خب چون از اینترنت خارج شدن نتونستم، از جلسه خارج شدن نتونستم بپرسم. حالا از شما این سوال میپرسم، آیا نقش جمهوری ایران به یک دولت دینی در این که تعداد ناخدایان یا بی خدایان یا آتئیست ها در ایران رو به افزایش هست تأثیر داشته، یا این که شبکه های اجتماعی و این مسائل که این نقش رو به، یعنی این موضوع رو بولد کرده؟ ممنون شدم در این زمینه صحبت کنید. آقای ناصری ابتدا. سپاسگزارم آقای شایگان عزیز، سلام و مجدد دارم خدمت همه دوستان. در رابطه با سوالتون، ببینید بحث این که چقدر جمهوری اسلامی واقعا نقش داره در رابطه با اینکه مردم یه جورایی دین زده شدن و دیگه فراری از، به قول معروف میگن فراری از دین شدن، به نظر من نقش جمهوری اسلامی واقعا میشه گفت خیلی به چشم میاد توی این 40 سال اخیر که دیدیم. شما یه چیزی به وضوح آدم میتونه ببینه، پدران و مادران خودش ببینه، پدر بزرگ مادر بزرگمون چقدر آدم های مقیدی بودن، چقدر آدم های متدینی بودن. حالا خب خیلی هم واقعا نبود، حالا کاری به اوناش ندارم، ولی اون کسایی که بودن، کسانی که متدین بودن، با خدا بودن، نماز روزشون هیچ وقت ترک نمیشد، الان به وضوح داریم میبینیم که همونا واقعا دین زده شدن. همونایی که چند سال پیش شاید نمازشون هیچ وقت ترک نمیشد. و دلیلش به نظر من اینه که جمهوری اسلامی حداقل توی این 40 سال هر کاری انجام داده به نام اسلام انجام داده. بعضیا هستن توی همین جمهوری اسلامی، کسایی که بر مستند قدرت هستن، یه جورایی میخوان تفکیک بندازن بین اسلامی که در واقع اسلام افراطی که توی جامعه است با اسلام ناب محمدی که خودشون اسم گذاشتن روش، یعنی اسلام ناب محمدی اصلا دو تا مقوله کاملا جداست. من میخوام بگم نه، در واقع اسلام ناب محمدی همینیه که دارن اجرا میکنن، یعنی همین چیزی که ما الان داریم توی جامعه هم میبینیم، قانونهای مجازات اسلامی که گذاشتن دقیقا همونیه که توی صدر اسلام اجرا میشده. هر کسی که خارج از دین میشده کافر بوده و مرتد بوده و کشته میشده، و الان هم داریم میبینیم همون داره اجرا میشه. کسی که دزدی میکرد دستش قطع میشد، همین الان هم داریم میبینیم این کار داره انجام میده. تا چند سال پیش این حکم اجرا نمیشد، بود توی قانون اساسیمون ولی اجرا نمیشد، ولی متاسفانه داریم میبینیم توی 3-4 سال اخیر، مخصوصا موقعی که رئیسی اومده، چند تا حکم قطع دست داشتیم، قطع انگشت داشتیم که توی مشهد و خرم‌آباد فکر میکنم اجرا شد. و مردم این چیزها رو میبینن، مردم این چیزها رو میبینن و کم کم از اسلام زده میشن. اسلامی که شاید خیلی ها واقعا باور دارن بهش و اعتقاد دارن، ولی همونا از همون اسلام زده شدن به خاطر ظلمی که دارن میبینن به نام اسلام داره توی کشور انجام میشه. یه مسئله میخواستم بگم، حالا خانم دکترم رفتم متاسفانه، یکم جمع‌بندی کنیم. بله چشم. پس من این نکته رو میذارم بعد از صحبت بقیه دوستان دوباره عرض میکنم خدمت. مایک آزاد. بسیار عالی، خیلی درست فهمت. اسلام همونجور که میدونیم یک دین رادیکال دیگه، یعنی نه اسلام، همه دیان اسلام ناب و اسلام ناب نداریم ما. خب یک کار، بله یک عزیز با نام آیفون 3، حالا من نمیدونم، بفهمید. گویا
ادامه میدم اگه بله صدای بله. من اسمم علی صدارت هستش. عرض کنم که من یه کمی دیر رسیدم به جلسه، ولی در مورد همین چند نظری که داده شد میتونم به اصطلاح ابراز نظر بکنم، به خصوص در این شرایطی که الان هستیم با آنچه که در ایران و در منطقه و در دنیا داره اتفاق میفته. به نظر من توجه به اینا بسیار مهم هست. اسلام ناب محمدی و اسلامی که فرمودید شما یا هر کدوم از دوستان دیگه که همینی که هست جز اینم نیست، اون رو نمیشه بهش باور داشت. اینی که مردم میگن زده شدن از اسلام، اونم من نمیدونم شدن یا نشدن، ولی میدونم که از اسلامی که این آقایون میگن اسلام هست زده شدن. ببینید، بسیاری از عقاید و نظرات، چه دینی باشه چه دنیوی، وقتی که با قدرت آغشته بشه از اونی که هست دور میشه و برعکس خودش میشه. بسیاری گفتم ولی تصحیح میکنم خودمو، همه عقاید و باورهای دینی و دنیوی. مارکسیسم تبدیل شد به استالینیسم و ماویسم. لیبرالیسم شده به اینی که الان میبینیم، نئولیبرالیسم کینه که به اینجا رسیده. دین بخشش و عرشبت که ترحم مسیحی به انکیزیسیون قرون وسطا رسید و اسلام هم که در کشورمون میبینیم و آنچه که بیان انقلاب شد و به عنوان انقلاب اسلامی از ذکر شد، دین به مثابه بیان استقلال و آزادی و حقوق هست. با دین نمیشه ستیزه کرد، با عقیده نمیشه ستیزه کرد، با نظر و فکر و پندار نمیشه جنگید. بهترین مثالش مثلا جنگیدن روسیه شوروی هست. بعد از 70 سال یا چند هرچقدر که بود، میبینیم که فناتیکترین مسیحیان الان باقی موندن که مثلا مثل همون کارهای عجیب غریبی که توی دین شیعه و مسیحیت میکنن، و سنی هم همینجور میرن توی زمستونا توی یخ رو میشکنن، تو آب میرن صلیب میکشن، این چیزها رو فکر میکنن کارهای روحانیه و چیزهای دیگه. با دین میشه بحث کرد، با دین رو میشه به بحث گذاشت، و این کسانی که خودشون رو مسلمون میدونن، چه کسانی که ناب محمدی هستن، چه اونایی که واقعا درون این رژیم هستن و باور دارن به این دین خشنی که من واضحه که نفیش میکنم، هیچ هم صدایی با چنین دینی ندارم که دست میبره چشم بور میکنه و اینجور چیزا، ولی هستن کسانی که باور دارن. حالا اونایی که به اصطلاح دشخیم هستن اونا به کنار، ولی یه عده باور دارن. اونا رو میخوایم چیکار بکنیم؟ بریزیمشون تو آب اقیانوس که نمیشه. با اونا میشه بحث کرد، با اونا میشه بحث کرد. کسانی میتونن بحث بکنن که توی ذهنشون اسلام ستیزی یا به طور کلی دین ستیزی نیست، نمیپذیرن که بگن اسلام ناب محمدی همینی که این ناس میگن، غیر از اینم نیست. اسلام ناب محمدی آقای خمینی از امروز به فردا فرق کرد. در مورد حجاب و پوشش زنان یه چیزی گفت، خودش به وضوح و صراحت گفت امروز دیروز یه چیزی مصلحت بود، حالا یه چیز دیگه مصلحه. اینو میگم مثلا ماهی اوزونبرون، ماهی خاویار، لطفاً جنبندگی بفرمایید. بله، ماهی خاویار حرون بود. من یادمه که توی سواحل شمال اگر که به تور ماهیگیرا میافتاد، حتی به آب دریام نمینداختنش، توی ماسه ها خاکش میکردن ماهی اوزونبرون و خاویار. زیر گوش آقای خمینی گفتن آقا این یک پول خیلی زیادی از صادراتش پیدا میشه. یه مرتبه زیر به اصطلاح آبشوش ماهی اوزونبرون دو تا فصل مشاهده شد و حلال شد. این اسلامی هستش که قدرت رو داره نمایندگی میکنه و ما میتونیم با اون بحث بکنیم با عنوان بحث آزاد. کسانی که فناتیک هستن و خشن هستن و دین سالار هستن، تئولوژیک هستن، اونا رو میشه با همسازی، همسویی و با بحث آزاد برای ساختن کشورمون بیاریمشون در آغوش باز کسانی که موافق نیستن با این چیز. فردایی که ایران آزاد بشه از کره مریخ نمیارن، خود ما هستیم به اتفاق همدیگه. حتی باورمندان، گرچه من با نظر فناتیک اونا بدون شک مخالف هستم، ولی اونا رو نمیشه حذفشون کرد. اون وقت ما میشیم از جنس همونا، حذف کننده دگراندیشان. ممنون از وقتتون.
میکروفون آزاد شما آقای رای بفهم. بله آقای رای بفرمایید، در خدمت شما هست. بله خیلی ممنون. بله آقای علی صدارت که قبل از من صحبت کردن، ایشون پزشک هستند و فعال سیاسی و حقوقی هستند و بسیار شناخته شده هستند. خیلی ممنون آقای صدارت از صحبت‌های بسیار خوبی شما. من هم یه سری نظراتی رو مطرح می‌کنم و اون این هستش که موقعی که یک مشکل پیش میاد ما سه تا راه حل داریم در مقابل اون مشکل. یا سعی می‌کنیم مشکل رو با تقابل حل کنیم، با ستیز حل کنیم که میشه دندان در مقابل دندان، شستن خون با شستن خون، یا سعی میکنیم عدم خشونت رو اتخاذ کنیم که اون خشونت خودش جلوی اون خشونت نمیگیره، اون خشونت ادامه پیدا میکنه با عدم خشونت و آرامش قبرستانی برقرار میشه، و یا میتوانیم خشونت زدایی بکنیم، یعنی در مقام دفاع قرار میگیریم، بر مبنای حقوق سعی میکنیم از روش های مختلف برای خونسا کردن اون خشونت استفاده کنیم. دین و هر مرامی که قدرت مدار بشه از خود بیگانه شده، از بیان حقوقی خالی شده، بیگانه شده و دشمن انسان هست، افیون توده ها هست. اما همونطوری که کارل مارکس این جمله رو گفت، در دوران نقد در 1830 تا 1840 توضیح داد با دین ناب مسیحیت مشکلی ندارم، چرا که خود مارکس یهودی بود، آمد مسیحی شد و آموزش های مسیح رو دید و میدانست که آنچه پیام عیسی هست پیام کلیسا نیست، پیام قدرت نیست. بنابراین لازم است که توجه کنیم به یک تجربه مهم تاریخی و اون این است که ستیز با دین، ستیز با مرام جواب نمیده. دین و مرام، حتی نوع داعشیش، حتی نوع علی خامنه‌ای و ولایت فقیهش ادامه دارن در سرنوشت، قابل نقدن، قابل نپذیرفتنن، اما قابل سرکوب کردن نیستن، برای اینکه به محضی که بخوایم سرکوب بکنیم طرفدارای پیدا میشن و اونها در حالت اعتراض قرار میگیرن. پس بنابراین لازم است که بحث آزاد رو، یعنی روش دموکراسی که گفتگوست، وسیله دموکراسی که گفتگوست رو باز کنیم. حتی با داعشی، با ولایت فقیها لازم گفتگو کنیم. چرا اونها از گفتگو میترسن؟ اونها از این که ما تناقض گفتگوشون رو نشون بدیم میترسن. پس بنابراین لازم است که به جای ستیز با دین، ستیز با مرامها، رنسانس رو از قدرت مداری ها به حقوق اتخاذ کنیم. یعنی چی؟ یعنی از همه مرامها و دینا توقع نداشته باشیم که خونسا بشن یا دین خود رو پس بگیرن، بلکه توقع داشته باشیم که گفتمان آزادی، گفتمان حقوقی از دین خودشون رو ارائه بدن. شما میگید دین شما بر حقه، شما میگید مرام شما بر حقوقی، شما چه گفتمانی رو ارائه میدید؟ شما چه مجموعه حقوقی رو ارائه میدید؟ شما چه منظومه فکری رو بر اساس حقوق ارائه میدید؟ این دین شما که میگید بر حقه، چرا جهان شمول نیست؟ اگر جهان شموله نشون بدید. اگر جهان شمول نیست که نمیشه مورد توافق قرار بگیره. شما ادعا میکنید که این جهانیه. خب پس بنابراین قواعدش هم جهانی، کون قواعد جهانی تو؟ پس بنابراین رنسانس مبنای کار، یعنی در واقع شما موقعی که او رو در مقابل توضیح قرار میدید، در مقام توضیح هم یا کم میاره، بنابراین دست شروع میشه و یا که میتونه توضیح بده قابل پذیرش میشه. به قول دالای لما یک جمله بسیار خوبی رو داره، میگه شما نمیخواد دین و مرامتون رو عوض کنید، تو همون دین و مرامی که هستید خوب باشید. پس بنابراین من میتونم توقع داشته باشم از شما که شمایی که این به این دین خودتون احترام، برای دین خودتون احترام قائل هستی، خیلی خوب با من گفتگو جهان شمول داشته باش. با منی که مثل شما فکر میکنم گفتمان دینی شما مذهبی شما به درد من نمیخوره، که چون من نمیفهمم شما چی میگی، من اون مرام ندارم، من میخوام با من به زبانی صحبت کنی که من میفهمم، یعنی با زبان عادلانه با من صحبت کن.
اگر بیای یک به عنوان مثال کلمات غلومبه سلومبه بذاری یا بگی که نمیدونم مردم عادی نباید بفهمن فقط خواص بخوان یه جورایی پیچیده صحبت بکنی، خب نادرانی داره با من صحبت میکنی. من انسانم، من محتوای حقوقی دارم، من میفهمم، پس بنابراین پیچیدگی های مصنوعی ایجاد نکن، با من گفتگوی جهان شمول داشته باش. پس بنابراین توجه داشته باشیم که لائیسیته در ظرف خالی هست که اگر با حقوق پر نشه لاجرم با یک دین و مرام دیگه پر میشه، مثل همین کاری که لیبرالیسم در حال حاضر سعی میکنه بکنه و در فرانسه کشور دانشمندانی مثل آقای آلن توران شکست این لائیسیته رو در اعلام کردن برای اون بیانهای قدرت. اگر لائیسیته بیان آزادی نباشه، یعنی گفتمان آزادی باشه، گفتمان حقوقی نباشه، لاجرم گفتمان از گفتمان قدرتی پر میشه که او رو به شکست میکشانه. چرا؟ به این علت که قدرت راه حل نداره، قدرت بحران سازه. این انسان است که اندازه پیدا میکنه، راه حل پیدا میکنه، به این علت که انسان موجودی حقوقی است. انسان اگر آلوده به قدرت نباشه برای همه مسائل راه حل پیدا میکنه. مرسی، خیلی ممنون. ممنون از شما. البته من یک نکته رو میخواستم عرض کنم در مورد همین موضوع و صحبت های آقای صدارت، این که خب توی اسلام کلن صحبت که اصلا صحبت ندارم با یک شخصی که مرتد یا کافره، یعنی قتلش واجبه و بنابراین اصلا ربطی به این موضوع نداره که اون شخص داعشی باشه یا جمهوری اسلامی باشه یا هر موضوع دیگه. کلن در اسلام صحبت کردن در این موضوع صحبتی ندارن. یعنی فرض کن بفرمایید بنده آتئیست بیام با یک فرد مسلمان میخوام بحث و گفتگو کنم، اصلا به من فرصت نمیده که بخوام بحث کنم، در جا گردن منو میزنه. من فقط می‌خواستم اینو بگم، ضمن اینکه آقای جهانبین هم صحبت. آقای جهانبین شما رو میشنویم؟ من سلام عرض میکنم خدمت تمامی همکاران گرامی. در رابطه با اسلام، اولا که در اسلام شما مشکلی نداره، میتونی داشته باشی و این از احادی سوالا تندروی های آقایون هست که میگن با مرتد یا با آتریس یا با کسانی از دین‌های دیگه نمیتونید صحبت کنید، این از اون حرفا میادش. ولی در رابطه با سوال شما اینکه چرا دین‌گریزی زیاد شده الان، یعنی یک کودک که به دنیا میاد چند تا پارامتر خودش نمیدونه، و یک دیگه از دین هست، یعنی تا زمانی که به سن انتخاب برسه همون دینی رو خواهد داشت که خانواده اون شخص داره. دین اسلام دین و هر دین دیگه ای فرقی نداره، یک سری قواعد و اصول سختگیرانه داره و یک سری قواعد و اصول فلسفی داره. اسلام هم از این قاعده مستثنا نیست، یعنی یک سری قواعدی داره، مثل پولدار باید به فقیر کمک کنه، همسایه از همسایه خبردار بشه. ولی چیزی که ما داریم می‌بینیم توی جامعه ایران و چیزی که حکومت داره به ایرانی ها نشون میده، قوانین سختگیرانه دین. برای همین اکثرا کسانی که به سن انتخاب میرسن وقتی که فکر میکنن سعی میکنن که از این دین خارج بشن و برن حالا سراغ دین های دیگه که حالا راجبش مطالعه کردن. این تقصیر به نظر من تقصیر خود دولت هست، تقصیر خود دین نیست. بله متاسفانه من داخل مسیر هستم، فکر کنم صدا خیلی زیاد باشه، من ادامه صحبت کنم که بعدا میگم که از این دست جناب سایدان ما اکتر. مرسی از لطفتون. آقای صدارت بفرمایید. بله خیلی ممنون هستم. جناب آقای شایگان عزیز فرمودید که اسلام داعشی و خامنه ای اصلا نمیتونه نمیپذیره که باهاش حرف بزنه. با این قضیه موافقم، اسلام داعش و اسلام خامنه ای
ولی نه اون اسلامی که من باور دارم بهش و اونی که براتون توضیح دادم. حالا یه توضیح دیگه میدم، کلیمی فناتیک هم همین شکله. من در امریکا زندگی میکنم و در منطقه نیویورک از تقریبا تمام ملیت‌های دنیا توش زندگی میکنم و این یه تجربه بسیار خوب و جالبی بوده در مورد کارهای سیاسی فرهنگی که میکنم. کلیمی که به اصطلاح خودشو قوم برتر میدونم همینجوره. عرض کنم مسیحی که فناتیک است اونم خودشو همینجوری میدونه. مارکسیسم مارکس بحث رو میپذیرفت ولی مارکسیسمی که از خود بیگانه شد و تبدیل شد به لنینیسم و بعد از اون هم به استالینیسم دیگه نتونست بحث رو بپذیره و در اون کشتارهای جمعی که ماو و استالین کردن انجام شد. حالا این که دین باورهای دنیوی هم همینجور، یعنی شما با یک کسی که به سرمایه سالاری مثل خودشم نمیدونه ها مثل یه دین بهش نگاه میکنه، اصلا شما یه خورده حرف میزنید که مخالف منویات قدرت هست، فوری ازت میپرسه که تو نکنه سوسیالیست هستی و با یک دیده به اصطلاح ناجوری با آدم صحبت میکنن و بعدم اصلا دیگه بحث کاملا قطع میشه و سانسور میشه آدم. همونطور که در ایران ولایت مطلقه فقیه رو داریم، در امریکا هم ولایت مطلقه سرمایه رو داریم، سرمایه سالاران رو داریم. در روسیه شوروی هم ولایت مطلقه باور رو داشتیم. در نتیجه تکرار میکنم عرضی که کردم، هر عقیده دینی و دنیوی وقتی که بخوره آغشته بشه کثیف بشه به قدرت، بر ضد خودش عوض میشه. یکی دوم اینه که هر روزی به رنگی بت عیار در آید. نمیتونم اینجور نباشه، واسه اینه که منافع قدرت ایجاد میکنه که از امروز تا فردا یه چیزی دیگه ای رو بگه. در مورد ماهی خاویار هم که براتون گفتم، ببینید یک چیزی رو که اون به اصطلاح صحبت شد در مورد دولت و حکومت، این فرقش به نظر من مهمه با توجه به بحث امروز ما که لایسیته هست. در مورد کشور ما و کشورهای مثل کشور ما، دولت و حکومت هیچ وقت به اصطلاح خط فاصله بینشون نبوده، ولی از قدیم تو ایران موقعی که میتونستیم خط فاصل بذاریم میگفتیم مثلا دولت شاهنشاهی ایران، حکومت دکتر مصدق. حکومت دکتر مصدق به عنوان قوه مجریه یا شاخه مجریه. ولی الان میبینید که میگن مثلا دولت رئیسی. من جدل و به اصطلاح تعصبی نسبت به کدوم یکی هست، کدوم اسم به کدوم اطلاق میشه ندارم، ولی این تمیز و تمایزش مهمه. چرا مهمه؟ مثلا در آلمان که یک به اصطلاح دولت سکولار هست، قوه مجریش یهو دموکرات مسیحی در میاد از آن و سالیان سالم به اصطلاح حکومت میکنه. پس دولت به معنای سه قوه یا آنچه که پیشنهاد شده به معنای چهار شاخه، شاخه مقننه، شاخه قضایی، شاخه مجریه و شاخه رسانه های همگانی، یعنی اون رسانه هایی که پولشو خود مردم میپردازن، این بایستی که لایک باشه که توضیح میدم معنیش این چی. ولی حکومت میتونه خودش رو معرفی کنه، بگه من دموکرات مسیحی هستم. اگه مردم بهش رأی دادن میاد به اصطلاح سر کار و میتونه به اصطلاح عقاید خودشو که در مبارزات انتخاباتی پیشنهاد کرده اجرا بکنه. برگردم به اون لایسیته. آقای رایی به درستی فرمودن 1905 ژولفری اولین بار به کنگره فرانسه اونو مطرح کرد و رسید به اونجا، در تضاد شروع شد. ولی درست 100 سال بعد، یعنی 2005، بازم در فرانسه، بازم اندیشمندانی که مال همون کشور بودن و جای دیگه هم بودن، فقط مربوط به اونجا نبود، اعلامیه جهانی لایسیته رو منتشر کرده. اون بسیار جالبه. من اونم یعنی تنها ترجمه ای هستش که هست از اون، از انگلیسی به فارسی، که تو سایت منم هست alisadarat.com میتونید برید ملاحظه بکنید. بسیار جالبه از تاکیدهای مؤکدی که در این اعلامیه جهانی لایسیته وجود داره. بعد از 100 سال در مهد لایسیته، مهد دموکراسی در دنیا نه فقط اروپا، مکرر تکرار میکنه و مؤکد که لایسیته به معنای دین ستیزی نیست. آقای رایی مسئله مهمی رو مطرح کردن و اینی که
لایسیته خودش تبدیل به یک دین نشه. از آلن تورن صحبت کردن و قبل از اون هم خود همین اندیشمندانی که اعلامیه جهانی لایسیته رو اعلام کردن، اون رو با درست با همین خیلی خیلی واضح، خیلی خیلی واضح راجع به لایسیته که باید برحذر شد که تبدیل به چماق لایسیته و دین لایسیته نشه، همون جوری که در بعضی از کشورها میبینیم که اون رو، بازم میگم مثل درست مارکسیسم، درست مثل لیبرالیسم که در ابتدا چیز بدی نبود و سایر اندیشه ها وقتی که با قدرت آمیخته میشه و کثیف میشه درست عکس خودش میشه. لایسیته هم همینجور، لایسیته هم وقتی که با قدرت در بیامیزه اون وقت درست ضد خودش از توش در میاد. در نتیجه یک دولت که با توجه به پیشنهادی شده بهتره در این عصری که هستیم از تمدن بشری 4 شاخه باشه و نسل شاخه، اون بایستی که لایک باشه، نه به معنای ضد دین بلکه خالی از هر گونه عقیده دینی و دنیوی باشه. دولت اون وقت کی می‌نویسه؟ یعنی چجوری میشه فهمید که دولت چی؟ آخه دولت که یک چیز خاصی نیست. کجا میشه مثلا گفتش که دولت کیه چیه؟ بر اساس قانون اساسی میشه دیگه. اون قانون اساسی هستش که یک دولت رو به اصطلاح راهکارش و نقشه راهش رو نشون میده. اون وقت اون قانون اساسی همونطور که آقای رایی دوباره به درستی کاملا فرمودن نمیتونه خالی از عقیده باشه. پس یک قانون اساسی که خالی کاملا تهی از هر عقیده دینی و دنیوی باشه، دینی و دنیوی باشه، ولی کاملا پر باشه از حقوق. چرا؟ حقوق رو نمیشه سرش بحث کرد، برای اینکه من دارم، شما دارید، همه دارید. حقوق همه مکانی، همه زمانی و بدون هیچ تبعیضی همه کسانی هستن. ببینید در مورد اون جورج فلوید، اون آقایی که توی امریکا کشتنش، یه پلیس کشتش، تمام دنیا برخاست. حتی مجسمه های برده فروشان رو از انگلیس کشیدن اون ور اقیانوس کشیدن پایین. در مورد کشور خودمون مهسا امینی دنیایی شده، الان هزارها نفر به اصطلاح اگه بگم در روز شاید اغراق نباشه که در کشورهای مثل کشورهای ما کشته میشن. ولی وقتی که تکیه بر حقوق خانم مهسا، شهید مهسا، کمتر از شهیدم بهش نگیم، شهید مهسا امینی داریم راجع به حقوقش صحبت میکنیم، اون وقت یک چیز دنیایی میشه. نمیتونه یک آتئیست، نمیتونه یک اگناستیک، نمیتونه یک مارکسیست، نمیتونه یک لیبرال، نمیتونه یک فرانسوی، امریکایی، چینی نگه که خب کشتن اشکالی نداشت. و اون یه جرقه‌ای شد به انبار باروتی که خود رژیم ساخته و منفجرش کرده به این شکلی که میبینیم. اگر که این تظاهرات و اعتصاباتی که امیدواریم که هرچه فراگیرتر بشه بیشت روی حقوق، دوباره نقش ایدئولوژی رو نگیره، ایدئولوژی اسلامی یا اسلام ستیزی، ایدئولوژی مارکسیسم یا مارکس ستیزی، ایدئولوژی لیبرالیسم یا لیبرالیسم ستیزی، اگر که همین جور حقوقی که مونده باقی بمونه و زن و مرد پشتیبانش هستن، اون میتونه یک راهکاری باشه. قطعا میتونه که نه، خواهد شد، این شک ندارم، اگر که بمونه با این پیش نیاز راهکاری خواهد شد که ایران رو دوباره الگو میکنه در سراسر دنیا. یه چیز دیگه هم، یه جمله آخر رو بگم، چند تا جمله آخر رو بگم با اجازه دوستان، و اون اینه که لایسیته، اینه که بگیم مربوط به دولت، مربوط به فرد نیست، اون یه کمی گیر پیدا میکنه. برای اینکه عرض کردم که شاخص دولت قانون اساسی است و قانون اساسی رو مردم می نویسن. مردمی که می نویسن بایستی که لایسیته رو باور داشته باشن. اون وقت تعریف لایسیته رو اگه بخوایم مثل آقای جولفری با تضاد و عرض شود که تقابل با کلیسا صحبت بکنیم راجبش، میشه از اینی که هست بهتر نمیشه. ولی اگر از دید حقوقی، به خصوص از حق استقلال و حق آزادی فقط بهش نگاه بکنیم، اینجوری میشه تعریفش کرد و این تعریف رو پیشنهاد شده و اون اینه که هر کسی کاملا خودانگیخته بتونه باور خودش رو چه دینی چه دنیوی اتخاذ کنه و هر کسی بتونه باور خودش رو چه دینی و چه دنیوی در به اصطلاح نوع اون باور به اصطلاح آزادی کامل داشته باشه، این میشه لایسیته در حد یک فرد و میشه یک لایسیته در حد هسته‌ای که اون فرد درش فعال هست، گروه هایی که کار میکنن، تحزبی هست، حزبی، تشکیلاتی هست،
و این آدم ها هستن که بنابر باور به لایسیته اون وقت میتونن یک قانون اساسی رو بنویسن که لایک باشه. اون وقت ببینید قانون اساسی لایک بنویسید بعدم بریم خونمون دنبال کارمون میشه، از اینه که الان شده بهتر نمیشه. ضمانت اجراییش از در بهشتم باز بشه یک قانون اساسی بیاد پایین، اگر که ما مردم با باور به لایسیته، نه چون واقع لایسیته، با باور به لایسیته و دیگر پذیری، تحمل داشتن عقیده دیگری، حتی فناتیک خامنه ای یا دانش با بحث آزاد هم تو که آقای رای فرمودن، اون وقت میشه یک جامعه ای رو ساخت که به سمت مردم سالاری شورایی مستقیم مشارکتی میره. ممنونم، وقتتون، میکروفون آزاد. ممنون از شما آقای صدارت عزیز. البته در مورد قیام مردم ایران که در حال حاضر داره شکل میگیره، شما گفتین که اگر به سمت و سوی نره که بخواد مصادره بشه، حالا من اینطوری برداشت کردم. من میخوام اینو بپرسم که اگر دوستان خواستن جواب بدن که چطور میشه که یک انقلاب صورت بگیره و این انقلاب مثل انقلاب 57 مصادره نشه به نفع یک گروه یا یک حزب یا هر موضوع دیگه خاصی. آقای ناصری، اول شما رو میشنویم بعد بفرمایید. مرسی از شما آقای شایگان عزیز. من در رابطه با صحبتایی که دوستان فرمودن، البته صحبتای جناب آقای صدارتی عزیز، فرمودن که حذف کننده نباشیم، حذف کننده عقیده نباشیم، و منم کاملا موافقم با ایشون. اگر که قرار ما هم عقاید و عقاید دیگر باورمندان ادیان رو بخوایم حذف بکنیم، همین کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه الان توی همین 43 سال، 40 چندی سال گذشته، عقاید رو داره سرکوب میکنه. اگر که قرار ما هم این کارو بکنیم، خب پس ما هم میشیم که مثل همون جمهوری اسلامی دیگه، فرقی نمیکنه. البته قبلترش هم یه اتفاق میافتاد، یعنی فقط محدود به خود جمهوری اسلامی نیست. بحث سلطه کلیساها بود. خانم مقدم هم موقع در موردش صحبت کرده بودن که تا قرن 16 ادامه پیدا کرده بود. من خواستم بگم که اونجا هم این سرکوب عقاید بود، یعنی تمام اون هزار و اندی سالی که کلیسا حاکم بودن توی اروپا، واقعا هیچ دستاوردی اتفاق نیفتاده توی اون هزار و اندی سال، هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. وقتی تاریخو میخونیم میبینیم هیچ نکته مثبتی توش نبوده، ولی بعد از اون که دیگه دوران حالا در واقع نوینی شکل گرفت و قدرت کلیسا به پایان رسید، چقدر دستاورد داشتیم ما؟ بیشتر اختراعاتی که الان داریم ما از اون بهره میبریم، استفاده میکنیم، همش بعد از مال بعد از اون اتفاقات بود، یعنی بعد از اون سلطه کلیساها بود. چرا؟ چون کلیساها عقاید مردم رو سرکوب می‌کردن، تفکر مردم رو سرکوب می‌کردن، نمی‌ذاشتن مردم عقیده‌شون رو بیان کنن، حتی اگه ربطی هم به دین و به قدرت نداشته باشه، ولی کلاً سرکوب می‌کردن و نمی‌ذاشتن این تفکر آدم پیشرفت کنه که بتونه به سمت تجدد پیش بره. یعنی در واقع بقای خودشون رو توی این میدیدن که تجددی اتفاق نیفته. و یکی این نکته میخواستم بگم در باره اون و در رابطه با یه نکته هم شما فرمودید که اگر که ما بیایم در واقع صحبت بکنیم با یک نفر که مسلمان باشه و بخوایم اونو معتقد در واقع باورش رو تغییر بدیم، یا اون بخواد باور ما رو تغییر بده به سمتی که ما مسلمون بشیم، خب همچی چیزی اتفاق نمیفته. اینا یه جورایی تناقض داره این دوتا با هم دیگه، چون اصلا تو باورشون این نیست. کسی که مسلمونه و اعتقاد داره، اعتقاد راسخ داره به اسلام، چیزی که الان داریم میبینیم، این اجازه رو به خودش نمیده که تفکر کسی دیگه رو اصلا بپذیره، و حتی اگر که گوش کنه قاعدتا روی اون تأثیر نداشته باشه. و موقعی صحبت کردن در واقع یه جورای خطرناک میشه که اون شخص یا اون حزب، گروه یا هر چیزی قدرت دستشون باشه. وقتی قدرت دست اون حاکم دینی باشه، میشه همین چیزی که الان داریم میبینیم. شما هر کاری که الان، هر اعتراضی که توی جمهوری اسلامی شما میاد انجام میدید،
یه حکم اقدام علیه امنیت ملی یا حکم اقدام علیه اسلام یا نمیدونم تبانی علیه اسلام و اینجور حکم ها صادر میکنم و حبس های طولانی مدت صادر میکنم و یا حکم اعدام میدم به شما و تموم میشه میره. همه و همه اینا به نام اسلام داره اتفاق میفته، حتی اگر اسلام اینا رو نخواد، حتی اگر نخواسته باشه، ولی میبینیم همه اینا داره به اسم اسلام اتفاق میفته. یه نکته دیگر هم میخواستم بگم ولی خب طولانی میشه، این خیلی طولانیه، اجازه بدیم من بعدا ادامه میدم صحبت ها. مرسی از شما. ممنون از دوست شما آقای ناصری. آقای رایی رو هم بشنویم. آقای رایی بفرمایید. بله خیلی ممنون، خیلی ممنون از صحبت ها و گفتگو و گفتگوی آزادی که راه افتاده، گفتگوی با هم دیگه. امیدوارم بدون ملاحظه نقد کنیم نظرات هم دیگر رو و در واقع آنچه را که ناصحیح میدونیم در بین گفته ها اونها رو برجستش کنیم و بر روش گفتگو کنیم. ببینید تعارف نداشته باشیم، بریم مستقیم در رابطه با همین جدایی نهاد دین از نهاد دولت روی اسلام صحبت کنیم. اسلام یا میتوانه بیان حقوقی بشود و یا نمیتواند بشود. اگر میتواند بشود، آیا میتواند قاتل باشد، اعدام داشته باشد یا نمیتواند؟ اگر داشته باشد، میشد همین بیان مصباح یزدی و علی خامنه‌ای و زورپرستای فعلی و خدا میشه چماق بزرگ اون بالا که امر میکنه که این گونه است و من همین گونه میخوام، میخواد بخواد نمیخواد نخواد. این خدا خدای زوره. اما اگر خدای آزادی، خدای حقوق وجود داره، چون تو همین قرآن خدا میگه من حقم، پس تنبیه وجود نداره. چی وجود داره؟ خود تنبیهی وجود داره. یعنی اگر من در حقوق می ایستم، دارم رشد می کنم، آزادم، به محض این که از حقوق آمدم بیرون، خودم هم که رفتم بیرون، خارج از اون هم غیر حقوقیست، باطله. و به این علت چون به طبیعت من نمی خوره، خودم رو تنبیه می کنم. پس بنابراین خود تنبیهی رو خدایی که تنبیه نمی کنه، هشدار می ده، ایجاد میکنه. آیا این گفتنی وجود داره؟ بله، بین مسلمانانی وجود داره. پس توجه داشته باشیم ما دو اسلام داریم، یک اسلامی که از سلم یا تسلیم میاد، یک اسلامی که از سلم یا صلح میاد. اسلام صلح تنبیه نداره، مجازات نداره، زورگویی نداره، فرمان حتی خدا رو هم نداره. انسان بنده خدا نیست، انسان دوست خداست و انسان مثل خود خداست، مثل خود خدا خلق کننده است، مثل خود خدا اثرگذاره، اثرپذیرم است. خدا اثرپذیر نیست چون مطلقه، ولی انسان هم اثر میذاره، هم اثر میگیره. پس فرق انسان نسبی با اون خداش اینه که هر دو خدا هم، هر دو خداگونه هم، یکی خداست، یکی مثل خود خداست. پس میبینیم که گفتمان دینی که فرق داره با اون گفتمان وجود داره. حالا میتونه یه کسی که اصلا دینی نیست اینو قبول نداشته باشه. پس در رابطه با لایسیته موقعی که صحبت میکنیم، آیا میتوانیم این بیانی که الان یه قسمتش رو من برای شما گفتم، یا میتوانیم به عنوان مثال بگیم آقا شما حجاب میگه، حجاب میگه این فاطمه دختر پیامبر که حجاب نداشت، که آسینش که کوتاه بود، که موهاش که بیرون بود، چرا شدوریم شما میگه چجوری دختر پیامبر اینو نداشته ولی شما اونو میگید؟ مگر در حج نمی رفتن مردم لخ مادرزاد؟ فقط قبیله قریش بود که با لباس می اومد، بقیه قبیله ها می اومدن. بعد از اسلام هم همین گونه شد، حتی با باز بی لباس می اومدن. پیامبر سعی کرد که یک قسمت عورت آدم ها رو بپوشونه، می بخشید میگن. ابتدا موقعی که پارچه با حالا با قبلا با پارچه نداشتن، بعد که پارچه پیدا کردن، قرار شد پارچه پخش بشه، یک زر یعنی یک وجب و چهار انگشت پارچه دادن. بعد از یک هفته بعضی از زنها آمدن به پیامبر گفتن این وجب، این چهار یک زر که میدیم کمه، برای که بعضی از زنها عورتشون باز دیگه میشه، چهار هم درشته کلن. گفت دو زر از این بود میدیم. دادن باز بعد از یک هفته دوباره زنها اومدن گفتن که اینم کمه. گفت نه، همین، نه بیشتر نه کمتر.
یعنی حد اکثر لباسی مقدار بالای زانو یا پایین زانو میشد، اونم تازه فقط رو کمر. بعد اومدن، بنابراین میبینید گفتگوی داخل دینی از طرف قدرت به طرف آزادی وجود داره. این رو نمیشه خونساش کرد، از بین برد، به نفهم نیست. چرا؟ به محض اینکه شما بگوید دین سرپاشی یک کلمه است، انحصار دینی دادید دست اون زورگوها. زورگوهای دینی، کلیسا، مسجد و اسلام سنتی رو لازم از حالت انحصار در بیاره. این جواب میده. مرام‌های دینی رو به عنوان مثال مارکسیسم میتونه بیان آزادی خودشو بیان کنه، ناقص یا کامل برام میتونه، توانشو داره، میتونه خودشو با تطبیق بده. در همین فرانسه یه آقایی هست به اسم ادویل پلنل که ایشون سردبیر سابقه روزنامه لومون بوده، الان هم یک مدیا پارک رو زده. ایشون مثل ژان ژاک روسو فکر میکنه انسان به صورت طبیعی حقوق داره، چپ هم هستش. پس بنابراین میبینیم که از مرام‌های مختلف، حالا استالینیست ها خصوصا، بسیار چپای ایرانی همچنان روحیات استالینیست خودشون نگاه دارن، اصلا به حقوق رو میگن چیز نمیدونم، بعضی هاشون میگن ایدئولوژی سرمایه‌داری و این صحبت ها اینجوری. یا بنابراین توجه داشته باشیم یک گفتگو داریم که میپذیره صحبت ادامه دار باشه، استقبال میکنه و طرف مقابل رو در موقعیتی قرار میده که فرار میکنه از بس. فکر نکنیم فقط آزادی طلبان هستن که حقوق رو اعتقاد دارن و بحث رو میپذیرن. در همین فرانسه موقعی که آمدن صحبت شد که داعشی‌ها در فرانسه بچه هاشون رو را بدیم یا نه، یک داعشی قبول کرد که بحث آزاد بکنه. خانم وزیر فرهنگ فرانسه لیبرالیست قبول نکرد با این بحث کنه، گفت من با داعشی بحث ندارم. در همینجا انتقاد شد، چطور اون داعشی قبول کرده بس کنی؟ شما نمی‌کنی؟ شما چرا ضعف نشون میدی از خودت؟ مگه نمیتونی قانعش بکنی؟ مگر نمیتوانی به داعشی بگی چرا تو میکشی، سر میبری؟ آیا او بیاد دفاع بکنه از سر بریدن به نفعشه؟ بنابراین میبینیم که شما موقعی که وامیسید رو اینکه من دوستی رو صرف نظر ازش نمیکنم، یعنی از حقوق صرف نظر نمیکنم، من از آزادی صرف نظر نمیکنم، از گفتگوی دموکراتیک با هر کسی صرف نظر نمی کنم، در موضع دفاعی قرار میدید اونایی که دو موضع قدرتن. پس هدف از نظر من و کسانی که مثل من فکر میکنن حذف قدرت هست. قدرت قابل تقسیم شدن نیست که ما برداریم این رو لقمه لقمه هر کدوم یه قسمتی برداریم، نه، این رو کوچک هم دوباره همون رشد میکنه، تمرکز ایجاد میکنه، بزرگ میشه و کسرت ایجاد میکنه و دوباره تقسیم به دو میکنه. خاصیت قدرت جهانی شدن هست، خاصیت قدرت مالک مال و ناموس مردم شدن هست. ناموس به معنی سکس نمیگم، به معنی حرمت مردم هست، مالک حرمت مردم میخواد بشه. توجه داشته باشیم مرام‌های گوناگون و انواع اقسام مرام‌های دینی قدرتمدار یک اصل بسیار مهمی رو زیر پا میذارن که خانم اشنیدر و آقای بنی صدر کتابی رو منتشر کردن که این رو توضیح میدن و اون این هست که کرامت انسان رو حذف میکنن از روابط. اعلامیه جهانی حقوق بشر در حال حاضر بعضی از حقوق اخلاقی رو حذف کرده، نگذاشته. چرا؟ به این علت که دیگه این بازی های سرمایه‌داری و نمیدونم اینکه تمام منابع طبیعت رو ندرت هست و بنابراین آزادی نباید برای انسان باشه، برای نهاد مؤسسات اقتصادی باید باشه، مؤسسات به اصطلاح اجتماعی باید باشه تا اینا بتوانن ثروت ایجاد کنن و کار ایجاد بکنن. این نشان دهنده این است که ما میتوانیم آزادی انسان رو در همین لیبرالیسم قربانی قدرت بکنیم. این لیبرالیسم از کجا به اینجا رسیده؟ لیبرالیسم بوده که در مقابل فئودالیسم میگفته آزادی، ببخشید، مالکیت شخصی باید باشه، نه مالکیت خصوصی که الان لیبرالیسم میگه، مالکیت خصوصی شرکت ها. به این علت که مالکیت شخصی انسانی که مالک سعی خودش، مالک کار خودش میشه، در این مالکیت خصوصی این شرکت ها هستن که مالک چیز میشن و انسان رو مزبگیر خودشون میکنن. پس بنابراین فرار از دین، از یک چاله به یک چاه افتادن یا از چاه به چاه دیگه افتادن با
عدم حذف قدرت ایجاد میشه. قدرت رو لازم از روابط حذف کنیم. قدرت در تقابل قوا ایجاد میشه. حقوق در رابطه درهمی ایجاد میشه. رابطه درهمی رابطه ایست که ما در آن میتوانیم بر اساس قواعد جهان شمول با همدیگه همدیگر رو اداره کنیم و از فرار و در واقع قبول نکنیم هر گونه حاکمیتی رو به اسم دین، مرام و یا هر فکری که توقع مطیع شدن رو داره، نه توقع قانع شدن رو. مرسی، خیلی ممنون. شما آقای رایی عزیز، البته من یه نکته میخوام اشاره کنم بهش. ببینید، طبق گفت سوال قبلی میخوام به اون اشاره کنم. در آینده سیاسی ایران ما معتقدیم که دموکراسی باید رعایت بشه، یعنی حتی افرادی که مذهبی هستن هم میتونن تو امور سیاسی شرکت کنن، مثل همین حزبی که در آلمان هستش، سوسیال مسیحی یا دموکرات مسیحی میتونن شرکت. ولی موضوع اینه که خب ما این تجربه رو داشتیم دیگه در انقلاب 57 که خمینی بعدن اومد گفتش که ما خدعه کردیم، یعنی اون چیزی که قبل از انقلاب حرفایی که میزد و اون چیزی که بعد از انقلاب عمل کرد خب خیلی متفاوت از هم بود و گفتش که ما خدعه کردیم. حالا سیاسی ایران چه تضمینی وجود داره که افرادی که مذهبی هستن حزب تشکیل بدن و بیان با حرفای خیلی خوب و زیبا وارد قدرت بشن و دوباره خدعه نکنن؟ من حرفم اینه. خب میشنویم آقای صدارت رو. آقای صدارت بفرمایید. بله جناب علی، چند تا مطلب آقای شایگان عزیز بسیار بسیار مهمی رو مطرح فرمودید، همین جمله آخرتون و اون آخری رم بعد از عرایز من در مورد به بیراه رفتن، مصادره شدن، فکر میکنم کلمه بود که به کار بردید، مصادره شدن انقلاب. قبل از اینه که به این فرمایشات شما پاسخ بدم، یه تأکیدی دارم در مورد حرفایی که الان شنیدیم، فرمایشات آقای رایی. ببینید الان ایشون یه چیزایی رو در مورد حجاب گفتن، الان مسئله حجاب و مهسا و این حرفا. الان شما یه کسی رو مثل آقای محمدرضا رایی رو بیاد ببینید که راجع به حجاب و اینه که در دوران پیغمبر چطور بود چه نبود و به کجا رسید و این حرفا، اینا متاسفانه جاش خالیه توی بحث آزاد. من سه نفر رو میتونم اسم ببرم که در مورد حجاب به خصوص تحقیقات خیلی جالبی کردن و این رو آیا اصلا میشه با آقای خامنه‌ای و شرکا به بحث گذاشت، یا به کلیمیایی که حجاب رو اجباری میکنن، سر زناشون کلاگیس میکنن یا چارقد میکنن به زور، میشه اصلا اونو به بحث گذاشت؟ اون سه نفر آقای ترکاشوند، آقای محمد جعفری، آقای ابوالحسن بنی‌صدر. تحقیق علمی که در مورد حجاب کردن، چیزهایی مثل همین فرمایشات آقای رایی رو درش میشه دید. در نتیجه باز دوباره عرض من، مسئله حجاب مسئله یک اسباب اعمال قدرته، اسباب اعمال قدرته که تو فاینانشال تایمز هم اتفاقا امروز راجبش اشاره کرده بود و اینه که دیگه این ماشین های گشت ارشاد خبری ازشون نیستش و این دوچار یه بحرانی شده این رژیم. خب حالا این رو لازم دیدم که در تایید فرمایشات آقای رایی عرض بکنم. در پاسخ به نظر جناب عالی در مورد خطه کردن خمینی و اینه که چه کار بکنیم که مصادره نشه، یک کلمه است جوابش، یک کلمه که نه، یک جمله است و اون در صحنه ماندن مردم هست. ببینید قدرت یه جنگ هایی هست، ولی جنگ روانی رو بگم مادر همه جنگ هاست هیچ اغراق نکردم، ولی تنها جنگی هستش که ما مردم میتونیم از خودمون دفاع پیروزمندانه بکنیم. این جنگ روانی رو مجبور کرد ایرانی ها منفعل بشن که آقا ما سیاسی نیستیم، سیاست پدر و مادر نداره. 4 سال میرفت تو خونش که ما سیاسی نیستیم، سیاست پدر مادر نداره. سر 4 سال موقع رای گیری آی بدو 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 دارن رای میدن به بدتر، بریم بدو انتخاب بکنیم. یعنی در واقع اون 4 سال و سر رای گیری خیلی هم سیاسی بودن اون منفعل ها در ایران، اونایی که رفتن در رای گیری و در اصلاحات شرکت کردن، ولی
سیاستی رو اجرا کردن که خواست قدرت بود، که تو ساکت بشین 4 سال تو سری بخور، بعدم بیا مشروعیت به ما بده وارد در به اصطلاح در مورد رای گیری و انتخابات، و بعد باز دوباره برو صدا در نیاد تا 4 سال دیگه که ما تو رو بترسونیم تو بیاریم جلو. در نتیجه اگر که از این زاویه بهش نگاه بکنیم که یک جنگ روانی هست که میگم باز مادر همه جنگ هاست، ولی ما میتونیم دفاع پیروزمندانه داشته باشیم، یادآوری میکنم در مورد خودعه فرمودید، در مورد مصادره شدن انقلاب فرمودید، این رو برمیگردیم به اول انقلاب که چطور شد که بیان انقلابی که سال 57 از زبان آقای خمینی اومد بیرون 20 اصل بود که حالا باز اونم میتونید در سایت من پیدا بکنید، یک اصل 20مشو که عفو عمومی باشه رو آقای خمینی گفت نه حالا بریم ایران ببینیم چطوری میشه، که به اصطلاح اون هم به اصطلاح ازش کاملا برعکسشو کرد. اون بیان انقلابی بود که ایران رو کرد سرفصل روزنامه ها و نشریات بسیار مهمه تمام دنیا، اگه بگم اغراق کردم به هیچ وجه. این یه ترسی ایجاد کرد در مقابل قدرت، ترس از خیزش ها، جوشش ها، همون جوشش و خیزشی که مصدق کرد. واقعا نفت ایران اونقدر ارزش داشت، قیمت نفت ایران بودجه شهر نیویورک هم نمیشه. نه، اون چیزی که مهم بود برای قدرت به پا خواستن، عصیان کردن به سلطه‌گریه، نپذیرفتن سلطه‌بریه، آنچه که دکتر محمد مصدق بهش میگفت موازنه منفی، یعنی نه سلطه‌گر باش نه سلطه‌بر. خب حالا این نه سلطه‌گر بودن و نه سلطه‌بر، حالا خیلی جالب بود برام، دیدم آقای کیهان کلهرم این همین حرف رو زده بود که گفته بود نه ظالم باشیم نه ظلم پذیر. ببینید این در نهاد ما ایرانی ها هست، قدیمتر از تمدن یونان تمدن ایران هست بر اساس موازنه منفی طبق گفته مصدق، موازنه عدمی طبق گفته مدرس، و اون هستش که ما رو منسجم نگر داشته در سر 4 راه بحران‌های دنیا در ژئوپلیتیکش. خب حالا چه کار بکنیم که انقلاب مصادره نشه؟ چه کار بکنیم که اون که میگه دموکرات مسیحی اگه اومد گفت دموکرات مسلمون، اومد حکومت رو دستش گرفت، یعنی شاخه مرجعیه رو دستش گرفت، دوباره خودعه نکرده باشه؟ عرض کردم، دوباره تکرار میکنم، هیچ ضامن اجرایی نداره به غیر از حضور ما مردم، با خودمون رو درواسی نداشته باشیم. آنچه که ایران رو، انقلاب ایران رو به بیراهه کشوند و طبق فرمایش شما مصادرش کردن، خود انقلاب چیز بدی نبود، الان دوباره مردم دارن انقلاب میکنن، ولی مصادره به میل شد توسط قدرت ها. چی شد که اینجور شد؟ مردم دوباره رفتن تو خونه هاشون، آقا بریم دنبال کارمون، یه کسی رو آقای خمینی اون بالاست و ما اون مرجع و ما مقلدیم و به شکلهای مختلف همین حرف رو زدن. پس چطور میشه؟ با خودمون هیچ رو درواسی نداریم، باید در صحنه ساختن سرنوشت خودمون حاضر بمانیم، هیچ راه دیگه هم نداریم. ببینید یه اتاقیه، تصور بکنید یه میزی دورش نشستن، یه عده میگن که خب حالا سرنوشت ایرانیا چی باشه، حالا انرژی هسته‌ای حق مسلم ما هست یا نیست، بالاخره جنگ تا رفع فتنه از دنیا، این خواست ملت ایران هست یا نیست، بالاخره گروگان بگیریم، اشغال سفارت امریکا تبدیل به گروگان گیری برای 444 روز بشه، این رو کدوم یکیشو بپذیریم؟ ما مردم ایران، ما نشستیم دور اون میز تصمیم گیری و خالی گذاشتیم صحنه رو. این به معنی این نیست، اینم باز یه تاکید بسیار مهمی وجود داره اینجا، که کار سیاسی کردن، سیاست نه به معنای به قدرت رسیدن به هر قیمتی و در قدرت موندن به هر قیمتی و پیشبرد منویات قدرت به هر قیمتی، این سیاست پدر و مادر نداره، منم سیاسی نیستم به هیچ وجه، ولی سیاست به معنای تدبیر امور، شما از خواب که بیدار میشید چشتون باز نشده تدبیر امور روزانه‌تون رو بایستی که در صحنه تصمیم گیریش باشید، اگه نباشید همونجا بخوابید جم نخورید، زخم بستر میگیرید و عفونت میکنید و از بین میرید. ولی چیز واضحه، اغراقی هم نیست،
این در مورد فردش، در مورد جمعش هم همینجور، چه جمع خانوادگی، جمع حزب و تشکیلات، که چه جمع ملی. خب ما نبودیم در صحنه. این به معنای این نیست که دکتر مطبشو ول کنه بره کار سیاسی بکنه. این به معنای این نیست که مهندس همینجور، خانم خانه‌دار همینجور، خانم نمیدونم موسیقیدان موسیقی دیگه نزنه، فقط بره تو خیابونا تظاهر. نه، اصلا به اینجور نیست. ماندن در صحنه سیاسی، تدبیر امور اینه که حضور و حاکمیت خودشو نشون بده. یک ملت رشید، یک ملت به اصطلاح حقوق مدار. چطور میشه که در مثلا اروپای شمالی یه نفر 30 یورو میاد تو باک بنزین خودش با کارت اعتباری شهرداری بنزین میزنه، مجبور به استعفا میشه، ولی یکی هزار میلیارد میبره، اون آقا میگه کشش ندیم، هم ساکت نشستن، هیچی نمیگن. این از یه جایی شروع شد و اون یه جا همون اول انقلاب بود. کمبود ما ملت بود، با خودمون رو درواسی نداشته باشیم. کمبود من بود، کمبود شما بود، کمبود همه ما بود، هر کدوممون به سهم خودمون، به نوبه خودمون. حالا یه جوری میشه به تاریخ نگاه کرد که خودزنیه، که الان هم این کارو میکنن. اون قدرت ها باز دوباره در اون جنگ روانی میخوان بگن که ایرانی ها پستن، کثیفن، دزدن، خیزن، دستشون تو جیب همدیگه است، فاسدن ایرانی ها. یعنی یه دونم استثنا نیستا، اون کسانی که این جبهه جنگ روانی رو مدیریت میکنن. در مورد اسلام هم همینجور، مسلمان ها همه دزدن و هیزن و قاتلن و تجاوز به نوزادان هستش و از اینجور چیزا. این نیست. این تونسته خودش رو تحمیل بکنه به مردم به این شکل. ولی اون اسلامی که بیان آزادی بود و در پاریس، در نوفلوشاتو تحت 19 اصل به فکر جمعی آزاد تمام دنیا پیشنهاد شد، چیز دیگه ای بود، چیز دیگه ای بود. اون جور بود که می اومدن گروه گروه مسلمون می شدن. اون جور بود که قدرت ها به بیان قدرت ترسیدن، از حضور بیان قدرت ترسیدن، به درستی ترسیدن. ببخشید، بیان آزادی منظورم بود، معذرت می خواهم، درست برعکسشو گفتن. همون جوری که از مصدق ترسیدن به خاطر بیان آزادیش در موازنه منفی، که در مصدق راجب اسلامیت گفت، یادمون میره اینو، راجب ایرانیت گفت، یادمون میره اینو. حالا بیان توی این ایمیل های زنجیره‌ای هی پخش بکنن که ایرانی ها دوزن، هیزن، کثیفن، پستن و بقیه چیزهایی که میگن، ما نباید بپذیریم و نمیپذیریم. این میشه یک فعالیت سیاسی. الان همه ما اینجا هستیم، میتونیم یه جای دیگه باشیم، کار و زندگیمون رو، تفریحمون رو حتی، ولی اینجا هستیم به خاطر اینکه ما نمیپذیریم این خشونت کلامی رو، خشونت فکری رو نمیپذیریم در مورد خودمون، آنچه که تحمیل میشه به ما. در مورد اسلام به خصوص هیچ تئوری توطئه‌ای نیست. این رو هم نپذیریم که ما رو سانسور بکنن به خاطر تئوری توطئه. اسلام ستیزی یک به اصطلاح وسیله است، یک جبهه است که قدرت ها گشودن علیه ملت ها. اسلام بیان آزادی. یک کسی مثل آقای مکین، یکی از راستگراهای امریکا، در به اصطلاح کمیته تسلیحاتی کنگره امریکا بیاد بگه آقا نگید اینقدر اسلام تروریست، اینجور چیزایی که میگید، این ربطی به این که دیگه من نیستم که باورمندم. اینو آقای مکین میگه این خطرناکه. ولی این خطر رو همونطور که باز آقای رایی به درستی گفتن، اون لازم داره این خطر رو بندازه تو دل مردم. این بحران رو لازم داره قدرت، لازم داره از اونی که ترسیده بیان آزادی و استقلال رو بگه نه، بیان قدرت و خشونت و چش در آوردن و دست قطع کردن. ممنونم از وقتتون، میکروفون آزاد کنید. ممنون از شما. میخواستم خواهش کنم از دوستان که وقت رو رعایت کنن، چون زمان زیادی نداریم. آقای رایی بفرمایید لطفاً. آقای لطفاً وقت رو رعایت بفرمایید. ممنونم. بله، خیلی ممنون. بله، صدای من میاد. بله، ببینین، من در رابطه با نکته‌ای که آقای شایگان گفتن میخوام یه نظری رو مطرح کنم، و اون که چگونه دوباره گول
آخوندها رو نخوریم یا گفتمان زورپرستای حزب جمهوری اسلامی و روح الله خمینی و اینا رو نخوریم. به نظر من ما چند اشتباه رو سال 57 تا 60 انجام دادیم. یک، در اون زمان خودسانسوری بین ایرانی ها خیلی رواج داشت. اونهایی که حتی با روح الله خمینی کار کردن هم گذشته خمینی رو خوب نمیشناختن، مثل آقای بنی صدر. خودش بعدن اعلام کرد که من خمینی گذشته رو نمیشناختم. دو، یک اصل مهم انسانی رو که لازمه همه نسبت به هم رعایت کنیم و موقع رعایت نکردیم، و اون به ابتلا و آزمایش کشیدن روح الله خمینی بود. خیلی آدم ها رو به آزمایش کشوندیم، ولی روح الله خمینی رو بسیاری از ما ایرانی ها به آزمایش نکشوندیم. چرا؟ که این اعتقاد غلط رو داشتیم که چون او مرجع تقلید شده است، به مرحله از تقوا رسیده که دروغ نمیگوید، عهد رو نمیشکند. نه، همین آقا آمد عهد رو شکوند، همین آقا آمد دروغ گفت، همین آقا آمد قدرت پرست شد، همین آقا آمد گفت حکومت میتواند اوجب بر فرضیات دینی هم غلبه دارد. آذری قومی جواب داد حتی میتواند توحید رو هم تولید کند، تعطیل کند. آقای بازرگان گفت بابا دیگه دست از سر خدا بردارید. به اینجا رسیدن کار، یعنی به جنگ خدا هم رفتن، یعنی خود رو بالاتر از خدا قرار دادن. پس میبینیم خودسانسوری ما ایرانی ها چه بلایی سر ما داد، به آزمایش کشیدن انسان ها چه بلایی سر ما داد، و به تاریخچه و گذشته انسان ها توجه نکردن، به حرف های قشنگشون توجه کردن چه بلایی سر ما داد. پس این سه نکته رو لازمه رعایت کنیم. نکته دیگه ای رو که لازمه رعایت کنیم این هست که جلوی انحصار رو بگیریم، همونجور که در گفتگوی گذشته گفتم، جلوی قطع کردن گفتگو و ادامه دار بودن گفتگو رو نگیریم، جلوی گفتگو رو نگیریم و ادامه دار بودن گفتگو رو حفظ کنیم. این گونه هست که زور پرستا کم میارن. چرا؟ گفتمان آزادی، گفتمان بدون تناقض و بدون عدم انسجام هست. گفتمان های قدرت همه گفتگون های پر از تناقض هست. امروز حرفی رو میزنه، یعنی دمدمه مزاج قدرت. گفتمان آزادی، گفتمان حقوقی میتوانه خودش رو تصحیح کنه، اما گفتمان قدرت چه کار میکنه؟ خودش رو تصحیح نمیکنه، دمدمه مزاجه. امروز یه قاعده رو میذاره، خودش اون قاعده رو نفی میکنه. امروز میگوید من میگذارم که زنها در حجاب آزاد بشن، مثل روح الله خودی، خودش اون رو زیر پا میذاره. آیت الله طالقانی بهش میگه شما مگه نگفتی که حجاب زن آزاده، لباس آزاده؟ و آقای بنی صدر و آقای طالقانی و اینا و کسانی، خود تظاهرات خانوما موجب میشه که چه کار کنن؟ روح الله خمینی عقب میشینه و حجاب تحمیل نمیشه به زنها تا کودتایش است. نکته دیگه رو که لازمه توجه کنیم این هست که دموکراسی رو با کودتا برمیدارن، استبداد رو با جنبش مردم برمیدارن. پس اگر در مملکت ما سالش از کودتایی شده، موفقیت رو اون دموکراسی داشته، اون دموکراسی دینامیکی رو داشته که مورد پذیرش نبوده، بنابراین ضعف نشون داده استبداد در مقابلش. این ضعف رو با چی جبران میکنه؟ با همبستگی یه پشت پرده با ریگان بوش در امریکا و کودتای نظامی. ترک جبهه‌های جنگ دادن سپاه پاسداران رو، از جبهه‌های جنگ آوردن تهران، تهران رو غرخ کردن، مجلس رو غرخ کردن و کودتا کردن. اسمش هم گذاشتن عزل رئیس جمهور، همچین کودتایی رو. پس دموکراسی رو نمیتوان با جنبش مردم برداشت، دموکراسی رو میشه با کودتا برداشت، برای اینکه کودتا ضعفه، یعنی من نمیتوانم، مجبورم جور به خرج بدم. مثل این مونتی بازی فوتبال، یکی چهار تا گل زده، طرف مقابل تماشاگراشی ها میریزن تو زمین شروع میکنن و اینا، بعد میرن میشینن و بعد نتیجه بازی رو فدراسیون اعلام میکنه، چون تماشاگرای نه طرف مقابل که داشته میباخته، این طرف برنده شروع کردن بازنده است و طرف بازنده برنده است. این کودتاست. پس بنابراین نکته بعدی، نکته دیگه رو که با توجه داشته باشیم، اشتباهات رای اصلاح میکنم. بله، چشم، دفعه بعد صحبت میکنم. آره، رای اصلاح میکنم.
آره تو فرصت بعدی لطفاً چون دوستانم هستن صحبت کنن. آقای ناصری لطفاً 3 دقیقه رو رعایت کنین و بفرمایید. بله چشم آقای شایگان. در رابطه با سوالی که شما فرمودید، حالا چه اتفاقی میفته یا باید بیفته که دوباره اون اشتباه سال 57 تکرار نشه، واسم یه نکته رو بگم. خب به نظر من موقع مردم واقعا ناآگاه بودن، الان خیلی فرق کرده با 40 چند سال پیش، دیدگاه مردم خیلی تفاوت پیدا کرده. اینو از شعارهایی که دارن تو خیابونا میدن اینو خیلی راحت میشه فهمید، یعنی دیگه گذشت اون زمانی که مردم خودشون وابسته به یه حزبی بدونن یا اینکه خودشون وابسته به یک پادشاه یا به یک ولیعهد یا به یک شخص خاصی حتی یا حتی به یک کشور خاصی بخواد خودشون وابسته به اون بدونن که بخواد اشتباه 40 سال پیش رو دوباره تکرار بکنن. مردم الان دارن حقشون رو میخوان، حق طلبی دارن میکنن، دارن دنبال آزادی میگردن. شعارهایی که داریم میشنویم همش در همین راستاست، همش در راستای آزادی و حق طلبیه و این نشون میده مردم ما واقعا آگاه شدن و اگر که انقلابی اتفاق بیفته و این دوران گذر رو در واقع بگذرونیم و دولت دیگه ای سر کار بیاد، قطعا اون اشتباهات گذشته دوباره تکرار نمیشه و به نظر من اون دولتی که واقعا لایق مردمه و مردم واقعا حقشو دارن که همچین دولتی داشته باشن سر کار میاد با انتخاب درست. و یه نکته هم خواستم بگم، آقای رایی فرمودن در رابطه با آقای خمینی که فرمودن سنجیده نشده بود آقای خمینی، حالا من می‌خواستم بگم آخه خب بعدش که فهمیدن که آقای خمینی دروغ گفته، سال بعدش، دو سال بعد، سه سال بعد، می‌خوام بگم که مردم اون موقع ناآگاه بودن، یعنی ربطی به این نداشت که خمینی سنجیده شده بود یا نسنجیده شده بود، چون بعدش که مردم فهمیدن خمینی دروغ گفته و کلا 180 درجه دیدگاهش نسبت به قبل از انقلاب تغییر کرد. ولی توی فوت آقای خمینی ما شاهد حضور چند میلیونی مردم توی مراسم فوتش بودیم، یعنی فکر میکنم بی سابقه بوده، یعنی نمیتونیم بگیم کم سابقه بوده، یعنی حضور مردم توی مراسم فوت یک نفر بی سابقه بوده توی سال 68. خب 10 سال 11 سال از انقلاب گذشته بود دیگه، یعنی هر چیزی برای مردم باید رو میشده و مردم آگاهی پیدا میکردن توی این 10 سال اتفاق افتاده بود. ولی میبینیم که مردم توی اون روز فوتش چیکار کردن، چند میلیون نفر به خیابونا اومدن، چقدر آدم کشته شد. میخوام بگم اون موقع یعنی مردم واقعا نمیدونستن خمینی کی بوده، قطعا میدونستن، ولی مردم هنوز آگاه نشده بودن، هنوز هم دیدگاهشون همون دیدگاه گذشته بود، هنوز دیدگاهشون عوض نشده، ولی الان تغییر کرده، الان تغییر کرده و دیدگاه مردم کلی عوض شده نسبت به. مرسی از شما، من مرسی از شما. البته در مورد این موضوع من فکر کنم فقط تنها عدم آگاهی مردم نبود، سانسور خبری وحشتناکی که تو اون دوره بودم دخیل، مثلا فکر نمی کنم اکثر مردم در مورد اعدام ها یا در مورد خصوصیات سرکوبی که جمهوری اسلامی داشت اطلاع داشتم. فکر کنم دستگاه تبلیغاتی رژیم این موضوع رو به خوبی مدیریت کرد. آقای صدارت لطفاً کوتاه بفرمایید، در حد 3 دقیقه. ممنونم. بله آقای شایگان عزیز، من مسافرت هستم و امکانات بسیار کمی در اختیارم هست، نه نوشته ها رو میبینم نه امکان ساعت دیدن رو دارم. اگه لطف بکنید که سر موقع به من بگید خیلی ممنون میشم، همون موقع بلافاصله حرفم رو قطع میکنم و از اینکه بیشتر از وقت مجازم صحبت کردم از همه پوزش میخوام. عرض کنم که جناب عالی، آقای شایگان عزیز یه مطلب بسیار مهمی رو الان دوباره مطرح فرمودید و اون در مورد فرمایش دوست عزیزمون آقای ناصری که میلیون ها نفر رفتند و در تظاهرات در به خاک سپاری شرکت کردند. ببینید این رژیم بسیار دستش پر هست از دانسته های اطلاعاتی امنیتی. چرا؟ بعد از اینکه انقلاب شد، قبل از اینکه انقلاب بشه، ساواک تعلیم میدید توسط مستشارای اسرائیلی، امریکایی، انگلیسی و به این ترتیب. بعد از اینکه انقلاب شد یه چند تایی رو گرفتن کشتن، ولی
دود هوا نشد که پرسنل به اصطلاح اطلاعاتی اونا رو دوباره به کار گرفتن با تعلیماتی که داشتن از ضد اطلاعاتی های پلیس های امنیتی غربی. بعد از انقلاب اینا کم کم تمایل پیدا کردن به روسیه و کره شمالی و چین و از این یک قسمت از دنیا هم یاد گرفتن به اصطلاح کارهای امنیتی و ضد اطلاعاتی رو. دوباره عرض میکنم جنگ روانی هستش که مادر همه جنگ هاست. خب این که رژیم بخواد بیاد بندازه تو دل جامعه که میلیون ها نفر رفتن شرکت کردن و حالا آیا مثل همین دهه فجر که صحنه سازی میکنه پشت تلویزیون یا نمیکنه، اون رو میشه سوال کرد، میشه پرسید. من نمیپذیرم که همه مردم به اصطلاح در موقع مرگ خمینی هنوز همون نظر رو داشتن که وقتی که آمد ایران داشتن، این رو غیر ممکن میدونم. آیا بودن عده‌ای که هنوز باور داشتن به خمینی؟ بله بودن، هیچ شکی نیست. ولی آیا همون عده هنوزم هستن؟ از دید من اونم شکی نیست. الان بسیار فرق کرده. اینه که بگیم این 40 سال گذشته و ما هیچ کاری نکردیم، این اصلا به نظر من غلطه. ما یک تجربه ای رو مثل یک آتش که چرز کنم، یک آتش فشانی زیر خاکستر در بلوغ فکری سیاسی فرهنگیمون تجربه کردیم در یک دانشگاهی که ایران باشه و مردم ایران الان اون اعدام باید گردد ها رو اون موقعی که به اصطلاح اون موقع ما مطرح میکردیم، خیلی ها میگفتن که اینا سوسولن. حالا بخوام لفظ همون موقع ها رو به کار ببرم که چرا میگفتش که اگر که هویت نصیری مشخص بشه که دیگه حرفی نداریم، بعد اعدامش کرد. دیدیم که اون کسایی که به سرعت هویداها و نصیریا رو فرخرو پارساها رو اعدام کردن، یک به اصطلاح ریگ گنده‌ای به کفش، ریگ که چرس کنم، تخت سنگی به کفششون داشتن که مجبور بودن اون منبع اطلاعات رو از بین ببرن، خفه بکنن هر چی زودتر. در نتیجه الان ببینید این بحثایی که ما داریم میکنیم بسیار بسیار مهم هست، به خصوص در شرایطی که در وطن عزیزمون ایران الان داریم. الان اون انقلاب هم چیز شاخداری نیست. ما را در این جنگ روانی 40 سال ترسوندن قدرت‌های غربی و قدرت‌های داخلی، قدرت‌های خارجی و قدرت‌های داخلی از انقلاب. دوباره مردم فهمیدن. لطفاً جنبندی بفرمایید. جنبندی می‌کنم. لطفاً جنبندی بفرمایید. بله چشم. پس انقلاب رو فهمیدیم دوباره که چیز بدی نیست. انقلاب یعنی منقلب شدن. مردم دوباره منقلب شدن، نپذیرن قدرت رو. چه قدرت خارجی که الان یک ننگ کثیفیه که بری سوی قدرت خارجی، حتی ازش امکانات رسانه‌ای اینها بگیریم. دیدیم که سر آقای خانم پهلوی چی اومد و در جوار اون قدرت‌های داخلی، اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. اینم به این ترتیب مطرح شد. من عرایزی دارم که میذارم واسه دفعه بعد اگر که بازم به من مجال دادید. ممنونم، قطع می‌کنم عرایز. ممنون از لطفتون. آقای سبزیان میشنم شما رو. درود و عرض ادب دارم خدمت همه همکارم. من عذرخواهی میکنم دیر وارد جلسه شدم و من حالا صحبت ها رو خوب همین تقریبا تا میگم یه 20 دقیقه هست گوش دادم. اما برای سوالی که پرسیدید آقای شایگان عزیز، من حالا انقلاب که نبودم، واقعا هم خبر ندارم به چه صورت بوده. چیزی هم که فقط شنیده بودیم، یعنی شنیده هامونه که فقط به چه صورت هست. و اینکه بس خواهیم کنم، من یه پیام رو اصلا فراموش کردم خواستم چی بگم. نسل امروزی که ما داریم با حداقل به نظر شخصی من کاملا متفاوته با نسلی که حداقل 57 بوده. حالا میگم 57 من نبودم، ولی خب باز چیزی که الان دارم این نسل رو میبینم، بر اساس این قضاوت میکنم، بر اساس این خود این نسلی که دارم میبینم، نسل امروزی LGBT رو قبول داره، نسل امروزی آزادی عقیده رو قبول داره، آزادی بیان رو قبول داره، قبول داره که هر کسی میتونه آزادانه زندگی کنه. این تفکریه که من دارم از بچه های دهه 70 دهه 80 میبینم، به خصوص 80. و اینو من مطمئن هستم که اگر و امیدوارم انقلابی که رخ بده
مسلماً همین نسل هست که باعث میشه و نمیذاره مسلماً که شخصی، گروهی، حالا میخواد مسیحی باشه، حتی مسلمون باشه. من حتی میگم که اگه یکی هم مسلمون شیعه هم بود، بازم باید بهش اجازه داده بشه که بتونه دین شیعه است یا هر چیزی هست رو بتونه داشته باشه. چون اگر ما بخوایم دوباره بگیم خب نه، حالا بیایم مثلا نمیدونم بیلین کنیم کلاً، خب و این بخوایم، به نظر من اعتقاد خیلی راستی به این دارم که اصلا دین بعد از اون دولت و قانون و قوانین کلا خارج بشه، یعنی اجازه بدن هر کسی مراسم خودشو داشته باشه، حالا به هر صورتی میخواد یه نفر حتی باشه، یعنی دیگه بالاتر از این که دیگه نداریم که، یه نفر میخواد باشه با یه دین داشته باشه، بتونه تو کشور خودش با آرامش، با آزادی بیان و آزادی عقیده بتونه به اصطلاح زندگی کنه. چون ما متاسفانه الان کسایی که حالا دینهای مختلفی دارن اصلا زندگی نمی کنن. حتی من باورم هست حتی اون شیعه هایی که حالا مثلا به اصطلاح الان دین رسمی هست، حتی اونا هم راضی نیستن. الان من دارم می بینم دیگه، الان شما چند نفر دیدید که حتی با خود چادر میان الان دارن اعتراض می کنن؟ البته یه سری هم که یه صورت دیگه هم که اصلا در مورد صحبت نمی کنیم. من صحبتم همینجا کوتاه میکنم، ولی من میگم به این نسل جدید امیدوارم. این نسل نسلیه که رسانه داره، رسانه داشته، اینستاگرام داشته و داره، را فیلترش کردم. و یه خبری هم که من الان دریافت کردم این که خطا نتای خط برگشت، حالا من نمیدونم باید خوشحال باشم یا ناراحت، ولی خوشحال برای اینکه بالاخره الان نتا برگشته، ولی ناراحت برای اینکه چون احساس می‌کنم اگه نت برگشته باشه خب یعنی یه ذره آروم‌تر شده، یا نمیدونم واقعا نمیشه قضاوتی کرد الان، ولی واقعا نمیدونم الان باید خوشحال باشم، لبخند بزنم یا ناراحت بشم واقعا. ولی همین خواستم این موردم بهتون اطلاع بدم. من مایک رو می‌بندم. مرسی که زمان دادید و هر مورد در اختیارم دید. آقای رایی عزیز بفرمایید. خیلی خیلی ممنون. من چند تا نکته رو باز دوباره میخوام در رابطه با لایسیت، در رابطه با جنبش فعلی و اصولا جنبش های عمومی مطرح کنم در رابطه با صحبت های آقای ناصری، و اون این استش که هیچ دترمینیسمی، هیچ قطعیتی، هیچ جبری وجود نداره که ما که جنبش میکنیم حتما به نتیجه برسه، به این علت که جوان ها میفهمن و اطلاعات چون بیشتر شده. نه، اطلاعات نیستش که فقط حفاظت میکنه از جنبش. جنبش احتیاج به گفتمان حقوقی داره. جنبش لازمه به واقعیت اون گونه که هست توجه کنه. واقعیت قسمتیش بیرونه در امرهای واقع است، قسمتی در ذهنه. اگر برداشت ذهنی از امرهای واقع، امور بیرونی، عینیت‌های بیرونی، حقوقی نباشه، لاجرم ایدئولوژیکه. و بنابراین به محضی که لاجرم ایدئولوژیک بشه، ستیز بشه مثلا، حذف کردن باشه، یا نمیدونم انحصار باشه، یه دونه نسخه پیشی مشخصی باشه، حتما شکست میخوره. برای اینکه یک جنبش پیروز برشه، احتیاج به یک گفتمان آزادی داره، احتیاج به جنبش داره، احتیاج به خشونت زدایی داره. یعنی میان برای شما نسخه های مختلف فکرهای جمعی جبار رو می نویسن. فکرهای جمعی جبار چی هن؟ فکرهایی هستن که مفاهیم جهان شمول نیستن، و بنابراین شما میتونید انواع اقسام بازی کنید باش. بگویید انقلاب خشن است، مثلا اصلاح خشن نیست. در صورتی که تو دنیا میگه بابا فلان جا که انقلاب خشن نبود. ما ایم که این انقلاب رو یا خشن میکنیم یا نمیکنیم. ما هم میتونیم اصلاح رو خشن بکنیم. مثل اصلاح خاتمی، محمد خاتمی که خشن شد. هر بار که آمد دو تا اصلاحی هم که میخواست بکنه، نمیدونم قانون مطبوعات رو و قانون انتخابات رو نتونست اجرا بکنه. بعد انواع اصلا زور و خشونت بشه. بنابراین فکرهای جمعی جبار فکرهایی هستن که جهان شمول نیستن، میپیشن
گفته میشه و به خورده ما میدن و ما رو گول میزنن. پس بنابراین یکی از راهایی که گول نخوریم همینه که فکرهای جمعی جبار رو ازشون خشونت زدایی بکنیم و نشان بدیم که اینا جام شمول نیستن. ما میتوانیم روی مفاهیم جهان شعور با هم توافق کنیم، اما نمیتونیم روی ایدئولوژی‌های مختلف که در تضاد هستن و دنبال اتحاد موقت و تضاد دائم هستن توافق کنیم. تو خودش همین چیزی که میگه، همین استراتژی که میگه خوابیده دیگه، میگه اتحاد موقت میخوام. مردم ما پشت کردن به خمینی یک سال بعد از اینکه خمینی سر کار آمد، زمان گروگانگیری آمد، خمینی گفت گروگانگیری سفارت امریکا انقلاب دومه. مردم دو ماه بعد از اینکه خمینی این رو گفت، انتخابات ریاست جمهوری به کاندیداهای رای دادن که مخالف گروگانگیری بودن و کاندید حزب جمهوری اسلامی و نهضت آزادی و حزب توده با هم که حبیبی بوده که خودش هم مخالف تازه بوده، او 4% خوردی رای آورد. پس بنابراین مردم بلا فاصله بعد از اینکه انقلابشون رو خمینی اسمش رو گذاشت انقلاب دوم گروگانگیری و ایران رو به گروگان امریکا در آورد، جلوش وایسادن. در اسفند 1358 محمد بهشتی نامه نوشت که الان وجود داره به خمینی، ما در اقلیت قرار گرفتیم، مردم این رژیم رو در اقلیت قرار دادن. محمد بهشتی رئیس مجلس بعدن گفت هر وقت این مردم آزاد بذاریم بنی صدر رو انتخاب میکنن. پس بنابراین با جلوی مردم رو بگیریم، ما با همین 5% باید حکومت کنیم. میبینین مردم وایسادن. از اون زمان تا حالا رژیم یک اقلیت 5% رو نگه داشته. چرا 5%؟ چجور میشه فهمید؟ در دور دوم انتخابات تقلبی که این رژیم برگزار میکنه، انتخابات مجلس و امثال این برنامه ها، اون 5% هم که میان رای میدن اونا وفادار هستن. پس بنابراین میبینیم این رژیم در اقلیتی قرار گرفت که به زور با فاشیسم، به زور اسلحه بر ما حاکمه و به زور وابستگی به ارباب خودش امریکا، یعنی اسلام اینا اسلام امریکاییست که ساخته شده. چرا؟ برای اینکه امریکایی‌ها به همراه اینا کودتا کردن. اون بیانی رو که ما میخواستیم، دموکراسی که ما میخواستیم رو گذاشتن کنار و اسلام که میخواستن برای دربار شاهنشاهی بذارن، این دفعه به اسم ولایت فقیه به خورده ما دارن میدن. برای چی؟ به این علت که نمیتوانه سیستم لیبرالیسم تبدیل به الان کوتاش میکنم و سیستم لیبرالیسم نئولیبرالیسم شده که حتی دولت ها رو هم خصوصی کرده، حتی دولت امریکا رو بعد از خدمت شرکت های بزرگ جهانی مثل بلک روک و اینا گذاشته. اینها نمیتوانن بیان جهان شمول بپذیرن و بنابراین مجبورن از استبدادها حمایت کنن. مرسی، خیلی ممنون. ممنون از نظرتون آقای شفاهی عزیز، بفرمایید. خسته نباشین دوستان، خیلی ممنون از دوستان، از بحثی که داره میشه. خب بحث خیلی مفیدی هم هست که قاعدتا خواسته کانون هم جدای دین از دولت هست و ما هم دنبال همین قضیه هستیم و کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان ما هم در واقع با همین اندیشه داره فعالیتش انجام. من نمیخوام وارد این بحث مفصل شما بشم، برای اینکه در واقع دیدگاه های مختلف از موضوعات مختلف. من فقط یه موضوع خواستم یادآوری کنم. یه چیزی از انقلاب قبل به انقلاب الان با هم فرق کرده. فرقش حضور ملاها یا آخوندهاست. در انقلاب 57 در تمام تظاهرات 1-2-3 ملا جلوی صف بود. الان شما یک ملا در خیابان نمی‌بینید. حتی اون ملا با خود نیروهای مسلح، یعنی حداقل بیفته جلوی نیروهای مسلح مردم رو بزنه. یعنی عملا شما نگاه بکنید میبینید که چه سوء استفاده‌ای داره اتفاق میفته و من دلم میخواد که اینو خیلی بچه ها دوستانمون در جاهای مختلف منتشر کنن. چون اگر یک آخوندی که در زمان انقلاب هر، خب من مال اون موقع هستم، بیا هر حرکتی میشد 3-4 تا، حالا اگه 10 تا نگم نه، ولی 2-3 تاشون جلوی ایستاده بودن. این جزء عوامل اصلی بودن. اما الان حتی برای سرکوب هم حاضر نیستن با نیروهای خودشون بیان و این خیلی جالبه دوستان.
من امروز دیروز شنیدم که چند تا از ملاهای اهل سنت اعتراض کردن و حمایت کردن. واقعا بریم بیرون دیگه، دیگه حرفا چیه؟ یعنی حتی باز منافع فردیشون هنوز حاکمه، یعنی هنوز احساس شده که این نه هنوز میشه یک کاری کرد. بذار یواش باشیم حالا تا مراحل بعدیش. این یکی از موارده که من خواستم یادآوری کنم و خسته نباشید میگم به شما و بحثاتون. من متاسفانه به علت تلفن‌های زیاد نتونستم زیاد وارد بحثا بشم و یعنی خیلی دوست دارم تو این بحثا شرکت داشته باشم، ولی این موضوع رو یادآوری کردم. مرسی. ممنون از شما شفای. البته سبزیانم به درستی اشاره کرد، آخوندات یه هفته هست تو اعتصاب هستن و کسی ندیدتشون تو خیابون تو سطح شهر، رفتن تو اعتصاب. بله آقای صدارت عزیز بفرمایید. بله اعتصاب اعتصاب خیلی بسته و ها آدم جونشو باید حفظ بکنه دیگه. عرض کنم که آقای شفایی عزیز خیلی خوشحالم که بعد از چندین و چند سال، حالا به صورت مجازی البته، ولی خب به هر حال در کنار شما هستم و میبینمتون. آقای شایگان عزیز یادتون نره به من تذکر بدید وقتی وقتم تموم شد. ببینید دوباره تاکید میکنم با عقیده نمیشه ستیز کرد، نمیشه جنگید و با سانسور نمیشه پیش برد قضیه رو و با جنگ روانی بالاخره ملت‌ها ما مردم پیروز میشیم، برای اینکه راز بقامون این هست. در مورد آقای خمینی و اول انقلاب و اونچه که شد گفتن، من حالا یک چیزی رو از شما میپرسم. اگر که آقای شاهنشاه آریامهر به جایی که اینجور سانسور بکنه خمینی رو، مجبور میکرد بچه ها رو که اصلا من به شماها دیپلم مدرسه رو نمیدم مگر اینکه یه دور توضیح المسائل آقای خمینی رو بخونید. حالا اینو یک کمی جنبه مزاح هم داره البته، ولی شما مثلا یه همچی چیزی رو تو فکرتون تصور بکنید، اصلا خمینی میشد خمینی بشه؟ اصلا لازم نیست یه کسی که بخواد به اصطلاح کاملا احاطه داره بر دین بخواد باهاش صحبت بکنه. اصلا این چیزایی که تو اون کتاباش نوشته نمیتونست خمینی رو خمینی بکنه. در مورد سانسور دین هم به طور کلی بگیم که دین اسلام دیگه نداریم غیر از همینی که این آقایون میگن. یک کاری رو کردیم مثل کار آقای محمد رضای پهلوی و از توش دوباره خمینی در میاد، هیچ راه دیگه هم نداره مگر اینکه باز بذاریم اون وسط. اون پیشنهادی که شده که شاخه چهارم دولت باشه شاخه رسانه‌های همگانی، یعنی رسانه‌هایی که ما مردم داریم پولشو میدیم، بودجهشو میدیم، در نتیجه مال ما مردم هست و ما مردم بایستی که گردانندگانش رو انتخاب بکنیم مستقیما نه با واسطه و در نتیجه مستقیما به ما پاسخگو باشن، این مسئله رو میتونه جلوگیری بکنه ازش که یک کسی در پرده ابهام بدونه خودش رو یک به اصطلاح حالت روحانیت غیر قابل دسترسی به خودش بده که آقا فرمودن، آقا گفتن. نه بیا ببین چی میگی آخه، حرف حساب چیه، و اینو بذاره به بحث، اون چهره واقعیش رو نشون بده که ببینن که اون جامعه‌ای که بر خیاط‌ها بر تن و بدن امپراتور دوختن هیچی نیست، واقعا امپراتور لخت لخت اوریانه، هیچی نداره. اون وقت همین این رو در مورد به اصطلاح اندیشه های اون که مال دینی بود دنیویش هم میشه کرد که آقا جون این لیبرالیسمی که الان رسیده به اینجا، این سرمایه سالاری که رسیده الان به اینجا، این اونی نیستش که به اصطلاح در پرده ابهام ولایت مطلقه سرمایه در رسانه های به اصطلاح غربی بذاره که شما اصلا هیچ جرئت نداشته باشید که به اصطلاح بگید که بالای چشمش خدای نکرده ابرو باشه. الان ما بسیار خوب قطع میکنم که مجال دادید، هفته دیگه در مجال دیگه عرایزم رو ادامه میدم، میکروفون رو قطع میکنم. بله لطف میفرمایید. ممنون از نت شما. آقای رایی عزیز بفرمایید. بله خیلی ممنون. ببینین من دنباله اون بحث رو که چگونه ما فریب میتونیم بخوریم، چگونه میتونیم دوباره مواجه با شکست بشیم و دوباره از جنبه های دیگه
چند نکته رو میگم. اولا چجوری انسان فریب میخوره؟ انسان یا با سانسور فریب میخوره یا با انحصار عقیده و تحمیل عقیده فریب میخوره و یا با بریدن استمرار زمان فریب میخوره. این صورت که یک مقطعی رو من برجسته میکنم و میگویم این زمان ربطی به گذشته و آینده نداره، در صورتی زمان پیوسته است بین گذشته به حال و به آینده، و بنابراین مثلا میام دوران زرتشت رو بزرگش میکنم یا دوران ساسانیان رو بزرگ میکنم یا دوران هخامنشی رو بزرگ میکنم، فراموش میکنیم تمام این تاریخی که وجود داشته از زشت و زیبایی ها. پس بنابراین توجه داشته باشیم 57 ها رو برای دموکراسی انقلاب کردن، در جریان جنبششون هم اشتباه کردن و جمهوری رو پذیرفتن که بگن جمهوری اسلامی، در صورتی که نباید میگفتن، چون به حکومت ملی میخواستن، مردم میخواستن مصدقی ها بیان حکومت بکنن، نمیخواستن روحانیون بیان حکومت بکنن. چه اشتباهاتی رو کردیم اون موقع؟ از جمله اشتباهات اینه که ستون پایه های قدرت رو برای خمینی ضعیف مومی که در دست مردم بود با تظاهرات خانوما کوتاه آمد، این رو بهش دادیم و خب زور براش اهرمای زور درست کردیم. ستون پایه های قدرت که برای ساختیم که خانم آنارند 5 تاشو شمرده، آقای بنی صدر اونها رو به تعداد زیادتر، بسیار زیادتر شرح داده، چرا که تجربه انقلاب جلو چشم ما بوده اونها رو تئوریزی کردیم. ستون پایه سپاه پاسداران درست کردیم، ستون پایه جهاد سازندگی رو درست کردیم که حالا که تو شهرها دارن این ستون پایه های کنترل رو و زورگویی رو دارن، تو دهات ها هم داشته باشن. ستون پایه های دادگاه انقلاب رو درست کردیم که موقتی بود دائمی شده. ستون پایه های دادگاه ویژه روحانیت درست کردیم، روحانیت که مخالفن اونا رو فوراً محاکمش کنن، و انواع اقسام ستون پایه های قدرتی رو درست کردیم که خمینی بی سلاح موم و دنبال مردم که میگفت من دنبال روی مردم هستیم، قلدرش کردیم. خمینی کودتاش از که شروع کرد؟ به محض اینکه از پاریس آمد تهران، قرار بود از تهران بره دانشگاه تهران، بره بهشت زهرا، اما از تهران رفت مستقیم به بهشت زهرا، دانشگاه رو حذف کرد، دانش و آگاهی رو حذف کرد. اون زمان آقای طالقانی به آقای بازرگان برگشت گفت آقا این شما رو در پاریس گفته نخست وزیر جمهور مردم، در تهران آمده میگه نخست وزیر صاحب زمان، شما نپذیر. آقای بازرگان جواب داد من مسئولیت دینی دارم، میپذیرم. و اون بلایی سرش آمد که آمد. همین حکومت موقت آقای بازرگان بود که اون ستون پایه های قدرت رو براش ساخت، و همین ستون پایه های قدرت شد که موقعی که به کودتا رسیدیم 25 خرداد فراخوان داده شد برای تظاهرات عمومی مردم که از میدان فردوسی بیان به طرف بازار. خمینی گفت هر کس در این تظاهرات شرکت کند مرتد است و نمیدونم مثل این برنامه. آقای بازرگانی که قرار بود در این تظاهرات شرکت کند، رادیو آمد اعلام براءت کرد، معذرت خواهی کرد، کوتاه آمد و شکوند این تظاهرات رو. پس میبینیم شهرهای برجسته اون زمان اشتباه کردن، بعد هم اشتباه کردن، همینطور اشتباه رو هنوز ادامه دادیم. جوانای ما سال 88 چه اشتباهی کردن؟ هی بهشون گفت نگید رأی من کو، بگید حق من کو. رأی من کو چیه؟ شما موقعی که در یک رژیمی هستی که در اون میگه اول باید نظارت استثنایی باشه، پس بنابراین اول شما به میل او عمل کردی، بعد انتخابای او رو بینشون بخوای یکی رو انتخاب بکنی، که انتخاب نیستش که. شما میگی رأی من کو، رأی یکی از این انتخابای ولید فقیه رو انتخاب کردید، پس بنابراین انتصاب رو چرا میگی رأی من کو؟ رأی رو انسان به حاکمیت خود اگر نده، که بنابراین رأی وسیله ای که برای استفاده از حاکمیت خود باشه، لاجرم برای حاکمیت کسی بر خود است. پس اشتباهات رو ما تکرار کردیم، همین الانم داریم تکرار میکنیم. شعار استقلال دیده نمیشه، شعار جمهوری دیده نمیشه، شعار لایسیته که الان امروز داریم صحبت میشه دیده نمیشه، داد دموکراسی دیده نمیشه. چرا؟ برای اینکه جوان حالا میتونه کامل بشه البته، ولی احساسات و این که من خشم دارم جواب نمیده. فقط گفتمان یک انقلاب باید آماده باشه، جنبش مردم لازمه باشه، و یک فضای جهانی برای پذیرش این جنبش هم باید باشه که الان هست. چرا؟ برای اینکه موقعی که دموکرات‌ها در امریکا میان، جنبندی آخرین جمله بود،
موقعی که دموکرات‌ها در امریکا میان دنبال هژمونی طلبی هستن و یک مقدار فضای دموکراتیزه شدن رو باز می‌کنن، اما جمهوری‌خواهی امریکا میان دنبال انحصار قدرت هستن، میگن تصمیم می‌گیریم حتی به همکارهای خودمون، به کشورهای اروپایی هم نظر خودمون رو اعلام می‌کنیم، بحثی نداره توش، یعنی ما این که تصمیم می‌گیریم. اون فضایی رو هر بار که در جنبش‌های ایران نگاه کن، هر وقت دموکرات‌ها سر کار بودن و انواع اقسام امکاناتی که الان در منطقه وجود داره و ضعفایی که از خودشون به خرج میدن، فضای جنبش رو برای مردم ایران از نظر جهانی هم اومد. مرسی، میبخشید زیاد شد. ممنون. از نظرتون آقای لطفی بفرمایید. خواهش میکنم. عرض ادب و احترام دارم و شب بخیر خدمت همکاران. ممنون بابت توضیحات عزیزان و سرورین گرامی. یه سوال دارم از حضور اساتید عزیز، این که اتفاقاتی که این چند روز داره میفته یه فرضیه به دنبال خودش داره که یه بخشیش طراحی شده بود ولی از یه جا به بعد دیگه از دست طراحانش خارج میشه. چه تضمینی داره که الان دوباره به انحراف نره این قضیه؟ چه تضمینی وجود داره انسان آدم‌هایی که در آینده نزدیک به امید خدا میخوان بیان و یک دولتی رو تشکیل بدن و یک حکومتی رو برای ایران پایه‌گذاری کنن، دوباره درگیر یک سری مسائل دیگه نشن، دوباره انحرافات دینی این وسط تاثیرگذار نشه و بشه به طور کامل این بحث دیانت رو از سیاست جدا کرد؟ این امکانش هست که این اتفاقات بیفته یا نه احتمالش هست که دوباره یه بخشی از این انحراف وارد این انقلاب آینده ایران بشه؟ ممنون میشم. مرسی آقای لطفی. البته این سوال قبلا مطرح شد و فکر می‌کنم دوستان راجعش صحبت کردن، ولی اگر مایل باشن دوباره توضیح میدن. آقای صدارت بفرمایید لطفا. بله مطرح شد ولی تاکیدش و تکرارش بسیار مهمه. آقای لطفی ممنونم از اینی که مطرح فرمودید. تضمینش فقط شما هستید. آقای داوود لطفی مسئول این هستن که آیا این جنبشی که هست به بیراهه بره یا نره. آقای داوود لطفی به سهم خودشون، به نوبه خودشون. این رو الان توضیح میدم که معنیش چیه. ببینید یه بحران جهانی داریم ما به اسم بحران کووید 19. من علی صدارت، یه نفر آدم، به سهم خودم، به نوبه خودم با این بحران جهانی مبارزه کردم. چیکار کردم؟ فاصله گیری های اجتماعی، ماسک زدن، دستمو شستن، واکسن زدن یا هر چیز دیگه ای که به اصطلاح جلوگیری میکنه از عفونت ها. من به سهم خودم، به نوبه خودم مدیریت کردم بحران جهانی کووید 19 رو. این زیاده گویی نیست. انسان یک موجود فعاله، منفعل نیست، یک موجود نسبیه. به سهم خودم، به نوبه خودم. در نتیجه شما دوست بسیار عزیز من آقای داوود لطفی به سهم خودتون، به نوبه خودتون، اون چیزی که در جهت حقوق مداری هست انجام بدید، همون میشه تضمینش. و من اگر که بکنم ما میشیم دوتا، اگه بقیه بکنم میشیم همین چند نفری که در این جلسه هستیم. بحران دیگه ای هم هست، بحران عرض کنم که محیط زیست، آلودگی محیط زیست. من علی صدارت به تنهایی مدیریت کردم بحران محیط زیست جهانی رو، به سهم خودم، به نوبه خودم. انسان نسبی و فعال. اگر که هر کدوم از ما این کارو بکنیم، اون وقت اون ابرقدرت‌های که خودشون میگن ابرقدرت، که فراملی هستن، چند ملیتی هستن، کشورهای شرکت‌های نفتی و غیره و زالک، اونا نمیتونن کاری انجام بدن. ما میتونیم مدیریت کنیم. حالا بحران دیگه، بحران خشونت، بحران سلطه‌گری. من یه نفر، علی صدارت، به سهم خودم، به نوبه خودم، بحران خشونت در دنیا رو دارم مدیریت میکنم. به سهم خودم، به نوبه خودم. یه چیزی هست بهش میگن اثر بال پروانه. حالا اونو توضیحش مفصل میشه، ولی اگر که هر کدوممون به سهم خودمون، به نوبه خودمون بپذیریم که یک مسئولیتی داریم در مدیریت بحران خشونت، اون وقت دیگه این انقلابی که دوباره یک جوششی گرفته
به بیراهه نمیره و مصادره نمیشه، به سهم خودمون، به نوبه خودمون. در نتیجه اگر که ما مایل هستیم هر جوری که شروع شد، تعمد بود، خود اینا شروع کردن، هر جوری که شروع شد، جنبندی کنید، جنبندی کنید، بله چشم، هر جوری که شروع شد یک وسیله ای رو، یک امکان نفس کشیدنی رو داده به من و شما که بتونیم که به سهم خودمون، نوبه خودمون، بیشتر از پیش که این قضیه خانم مهسا، شهید مهسا نبود، کار بکنیم و در اون جهت میتونیم کار بکنیم. هرگاه ما در جهت احقاق حقوق، از همه مهمتر حق استقلال، حق آزادی و در جوف اون حق مطلع شدن و حق مطلع کردن بکوشیم، همین به اصطلاح 3-4 تا هم حتی اگه بهش برسیم، به سهم خودمون، به نوبه خودمون، بسیار بیشتر از کسان دیگه ای تونستیم در این امر بسیار بسیار مهم و حیاتی نقش آفرین باشیم. میکروفون رو قطع میکنم تا فرصت بعدی. ممنون از لطفتون. آقای شفای عزیز بفرمایید لطفا. جناب صدر سلام میکنم. من اسمتون ندیده بودم، متوجه نبودم، ولی گفتم این صدا آشناست. به هر حال خیلی خوشحالم که در کنارتون هستم. عرض کنم که من سوالی که کردن، گفتن که آیا این کار از قبل طراحی شده. من اساساً با این ایده ها مخالفم. این طراحی ها ذهنیت هایی که ما سعی میکنیم بگیم که آره یه عده‌ای نشستن یه جایی دارن تصمیم میگیرن که مثلا یه مهسایی رو برن بکشن و یه عده‌ای بیان تظاهرات کنن که ما بریم یه عده‌ای دیگه رو بگیریم، یا مثلا مسائلی مثل این. اینا غیر عادیه. ببینید یک بار سنگینی از نقض حقوق بشر در ایران اتفاق افتاده از زمان پهلوی تا الان، همچنان داریم میبینیم. یعنی هر نسلی رو که نگاه کنی داره زیر این چکمه ها له میشه، فشار میاد. این فشار ها هر کدوم عکس العمل داره، همینطور که جناب صدارت گفتن هر کدوم ما مسئولیم. یعنی در یک مقطعی این تعداد آدمایی که احساس مسئولیت میکنن تعداد زیاد میشه، یک جرقه میزنه، یک اتفاقی میفته. این به طراحی ارتباط نداره، نه انقلاب قبل، نه اتفاقایی که الان داره میفته، یا سال 96 یا سال 98 یا نمیدونم 78 یا 88، اینا هیچ کدوم طراحی نیست. اینا یک اتفاق به خاطر اون فشارهایی که رو سر ما هست. یعنی ما هممون تک تک، حالا ما که اومدیم خارج از کشور از دست اونا در رفتیم، یه بخش عمده ای از ما از دست اونا در رفتیم و به هر حال فشارها هست رو خانوادهمون، رو تمام افراد این درد وجود داره. اصلا این ذهنیت طراحی رو من پیشنهاد میکنم راجعش فکر نکنیم، وقتمون هم هدر ندیم، وقتمون رو برای این بذاریم چگونه رو به جلو بریم، چگونه حرکت مثبت بهتری داشته باشیم، چگونه بتونیم یاری رسانی کنیم. همین زحمتی که بچه‌ها، خود شماها، دوستان در توی یک هفته کشیدن، برنامه‌ای گذاشتن، این برنامه بسیار خوبه. یعنی خود این داره ذهن‌ها رو حرکت میده و این ذهن حرکت کردن اون اصلیه که میتونه کمک کنه به رشد. و من باورم اینه که این اتفاقی که الان داره جامعه میفته یک حرکتیه که دنبال دار خواهد بود، کمان که 96 98 الان یا خود اصفهان، تمام اینا رو شما نگاه کنید، یا اتفاقی که در شوش یادم رفت، تو شوش اتفاق افتاد در رابطه با کارخونه چیز که بچه های شوش در واقع اعتصاب کردن، یا صنایع فولاد در اهواز. اینا چیزهایی که باید همتون به مرور، یا خود اهواز به خاطر مسئله آب و اینا تیکه تیکه بوده، ولی این تیکه ها داره بزرگ میشه الان، چون اتفاق ویژه‌ای افتاده. این اتفاق ویژه داره بزرگه، ما باید پیگیری کنیم، باید اطلاع رسانی کنیم، تلاش کنیم، نه اینکه به عنوان یه مدیر، به عنوان یک همراه و همکار و ایده های خاص کوچولویی که خودمون هم داریم بتونیم به دیگران بدیم. من زیاد صحبت نمی کنم، خواستم بگم که اصلا این ذهنیتمون رو ما فراموش کنیم که یه جریانی هست که داره مراقب ماست، میخواد ما رو ببره بالا، ما رو بیاره پایین، نفتشون رو بفروشن، این کار رو بکنن، اون کار رو بکنن. اصلا از این صحبت ها نیست به نظر من. ببخشید.
ممنون آقای شفایی. فکر میکنم منظورتون نیشکر هفت تپه بود، ولی درست میفهمید. آقای رایی بفهمید. بله خیلی ممنون. من چند نکته دیگر رو اینجا اضافه میکنم. یه راه دیگه گول خوردن، عجله کردن و شلخت بینیست، به این صورت که برای دقیق دیدن و برای اینکه به بهترین وجه دیدن لازمه که ذهن باز بمانه، کنتور ذهن صفر بشه، بدون پیش قضاوت اطلاعات رو بگیره، با ذهن با یک عقل حقوقی، یک عقل آزاد طبیعی خودش، یا به قول مولوی عقل خودش، این اطلاعات رو بسنجه، جاه و موقعیت مناسب اون رو پیدا کنه، حجره مناسب اون رو پیدا کنه، ارتباط مناسب اون رو پیدا کنه، و اگر میتوانه همکاری کنه یا نمیتوانه. آب که شور نباشه با دانه و با خاک حاصل خیز با همدیگه نهال ایجاد میکنن. هر کدوم از این عوامل اگر ناسهی باشه، آب شور باشه یا خاک نامناسب باشه یا خود دانه ناقص باشه، اینها نمیتوانن نهال تولید بکنن، همکاری قطع میشه. طبیعت موقعی که به اندازه کافی، این رو گیاه شناسان نشان دادن، طبیعت به طور طبیعی موقعی که به اندازه کافی امکانات داره گیاه رشد میکنه، و موقعی که نداره گیاه همون اندازه رشد میکنه. حشرات همین گونه به میزانی که امکانات دارن رشد میکنن، و اگر نداشته باشن رشد نمیکنن. پس بنابراین به اندازه است امکانات طبیعی و به اندازه مصرف کردن، ارتباط تولید با مصرفه. پس بنابراین اولین راه اشتباه اینه، به دقت و حقوقی دیدنه. نکته دیگه رو که باید بسیار توجه کنیم، در دموکراسی های فعلی دنیا سه شیوه مهم وجود داره. یکی سکولاریسمه، یکی لایسیسمه، لایسیتاس در واقع، لایسیسم نه برای اینکه میشه ایدئولوژی، لایسیتاس، و یکی کشورهای شمال اروپا هستن که اینا اصلا نه لایک هم نه لایسیت، همکاری دارن حتی با کلیسا، کشورهای نروژ، فنلاند، سوئد و ایسلند. اینها، این چهار کشور همکاری وجود داره. پس بنابراین قاعده رو لازمه پیدا کنیم که چگونه میتوانیم با هم انسانها همکاری کنن، یا میتوانیم در حد ملی با هم همکاری داشته باشیم. هرگاه نهادی قدرت نداره، با یک نهاد آزادی نمیتونن با هم ارتباط داشته باشن. هرگاه یک نهادی آزاده، با یک نهاد آزاد دیگه میتونن همکاری داشته باشن. هرگاه دو نهاد آزاد با هم دیگر همکاری بکنن، میتوانن حتی دولتی باشن و حتی میتوانن دینی باشن، مثل نروژ، فنلاند، سوئد، تا حدود زیادی، نه به طور کامل. اما لایسیته رو درست لازمه بفهمیم. لایسیته در اینجا چیست؟ لایسیته جدایی نیست، در جداییش راه حلی پیدا نمیشه. تفکیک، همینطور که گفتم، تفکیک بین همکاری قدرت با غیر قدرت، برای اینکه قدرت با آزادی نمیتونن با هم جمع بشن، دشمن هم دیگه، یعنی آزادی دشمنی نمیکنه، اما قدرت دشمنی مرتب میکنه. پس لازمه به این مطلب توجه داشته باشیم که در لایسیته بی‌طرفی دولت رو ببینیم از نهادهای قدرت، از جمله نهاد دین، میتونه نهاد فرهنگی هم قدرت طلب باشه، با او هم لازمه جدا باشه. دولت نمیتوانه برای انسان با مرام تصمیم بگیره. انسان با مرام رو نمیشه بی مرام کرد. کسی که خدا رو باور نداره مرامشه. دولت بی‌طرفه. پس قانون اساسی لازمه در مورد دین رسمی بی‌طرف باشه. هیچ دین رسمی دولت نداره. قانون اساسی هیچ دینی رو نداره. انسان میتونه شیطان پرست باشه، انسان میتونه خدا پرست باشه، انسان میتونه معتقد باشه یا بی معتقد به دینی باشه یا به خدایی باشه. نکته دوم، سکولاریسم در کشورهایی مثل انگلیس و امریکا و اینا چیست؟ اونا مذهب رو دخالت میدن. در اونجا صحبت از تقدس زدایی است. تقدس زدایی است و در زمینه‌های برداشت رفع مسئولیت از کلیسا برای دادن به جامعه است. به عنوان مثال برای شما بگم، اقتصاد کلیسا رو تبدیل شد در دوران روشنایی به اقتصاد سیاسی. حالا بماند که اقتصاد سیاسی
در انحصار لیبرالیسم قرار گرفت و تبدیل شد به نئولیبرالیسم، داستانی است. پس نکته دوم اینه که توجه داشته باشیم در کشورهای مختلف همه لایک عمل نمی کنن. همه سکولار که عمل می کنن یک گونه عمل نمی کنن و همینطور کشورهای شمال افریقا بدون لایسیته تونستن همکاری های مثبت رو ایجاد کنن و دخالت های قدرت مدار رو کم کنن. نکته دوم صحبت ها رو اگر می خواهید ادامه بدیم نکات بعدی رو میگم. مرسی، خیلی ممنون. اگر لطف کنید که آقای صدارت هم صحبت دارم بعد دوباره شما رو بس میکنم. آقای صدارت بفرمایید. بله ممنونم. منم خوشحالم آقای شفایی که بعد از مدت ها صدای شما رو میبینم، چهرهتونم میبینم، منتها من امکانات دوربین ندارم با عرض معذرت، در مسافرت هستم. به درستی فرمودی در مورد اینه که به اصطلاح کی کرده و چی کرده، و این شعر به ذهنم تداعی شد که تو مگو همه به جنگ اندوز صلح من چه آید، تو یکی نه ای هزاری، تو چراغ خود برافروز، که یکی چراغ روشن ز هزار مرده بهتر، که به هست یک قد خوش ز هزار قامت کوز. اگر که بگیم که این جنگ و اصلا اگه بشه جنگ بهش گفت، مبارزه برای آزادی است در واقع، اینو خود این قدرت ها را انداختن، اصلا اینا همه دارن می جنگن، از من تنها چی برمیاد، اون مصداق این شعر هست که تو یکی نه ای هزاری، تو چراغ خود برافروز، چراغ آزادی، چراغ استقلال، چراغ حق مداری و حقوق مداری و مردم سالاری. ببینید حالا فرض به منم موافقم با آقای شفایی که این کار مردمه، کار قدرت ها نیست. حالا فرض بگیم، فرض محال که محال نیست، بگیم که اینا کردن، یه به هر حال یه فرجه‌ای واسه نفس کشیدن پیش اومده. فرض اصلا بکنیم که نقشه بود که خانم مهسا، شهید مهسا امینی رو بکشن تا این از توش هرچی که میخوان درارن، نفت و هرچی که بگید شما درست میگید، ولی الانه یک فرصتی پیش اومده که بتونیم ازش استفاده بکنیم. اینه که نمیتونید بگید نه. در نتیجه ما میتونیم بگیم که اولا ما یکی نیم، هزار هستیم، چراغ خودمون رو، چراغ حقوندی و حق مداری خودمون رو میتونیم بیافروزیم. الانه داشتم این عرض میکردم که شرایط ملی، شرایط منطقه‌ای، شرایط بین المللی دنیایی هیچ وقت به این خوبی نبوده که ما شاهد استقرار، استمرار و پیشبرد مردم سالاری باشیم در کشورمون. استقرار نه به صورت مقطعی، آنچه که در دوران مشروطیت، در انقلاب صنعت نفت، انقلاب 1357 اتفاق افتاد، بلکه استمرارش، یعنی بتونیم به کمک همدیگه مردم سالاری رو به یه جایی برسونیم که دیگه غیر قابل بازگشت بشه. دیگه یه کسی مثل خمینی و عرشبت که طالبان اینا اگرم پیدا شد یه مرتبه نتونه برش گردونه به این رژیم طالبان و رژیم خمینی و خامنه ای، برسونیم مردم سالاری رو به یک نقطه غیر قابل بازگشت و در پیش برد مردم سالاری با هم دیگه همیاری بکنیم. الان شرایط بین المللیش، الان ببینید وضعیت امریکا چه شکلیه، وضعیت انگلیس رو ببینید چه شکلیه، که چجور پایه های با این همه سر و صدایی که کردن در مورد مرگ خانم الیزابت، بیشتر از اون کم کم هی داره زیادتر میشه، حالا که به اصطلاح از اون داغی داره خارج میشه، پایه های سلطنت رو در خود انگلیس دارن میبرن زیر سوال. اون مال غربشه، ببینید پوتین، روسیه در چه حالیه، اینور شوروی چیز چین در چه حالیه، اصلا تمام مسائل بین المللی رو که قدرت‌های بین المللی نگاه کنید، اون سابقه ای رو که تو ذهن ما هست از کودتای خرداد 60، کودتای خرداد مرداد 1332، اصلا چنین قدرت‌هایی رو دیگه ندارن. در منطقه همینجور ببینید که چقدر متزلزل هستن این دیکتاتوری‌های منطقه، همش با بوق و کرنا و جنگ های به اصطلاح رسانه‌ای و شستشوی مغزی هستش که استوار شدن، و به خاطر خشونت گستری هایی که این رژیم کرده تونستن مردم رو بترسونن از انقلاب، که آی اصلا حرف انقلاب رو نزن که ببین بلای ایرانی ها که سرشون اومد سر تام خواهد اومد. ولی این بهار عرب که الگو گرفته از بهار ایران بود به وجود اومد به خاطر اینه که پایه های قدرت سالاری در ایران به خاطر باور فرهنگ ایران و ایرانی به موازنه منفی، به موازنه عدمی، اونا رو متزلزل کرده و همینجور که میگذره متزلزل تر هم شده.
الان ببینید دیگه اصلا کسی میتونه حرف آخوند بزنه تو کشور؟ اصلا کسی میتونه باور خوشبختانه کسی میتونه به نام دین اصلا مطرح بکنه اون چیزایی رو که اینا گفتن؟ یه چیزی رو یادمون نره و من احتمالاً وقتم تموم شده با اینکه تذکر ندادن بهم، ولی این رو من یادآوری میکنم و حرفامو قطع میکنم. سودان به 16 روز آقای عمر البشیر رفت، الجزایر به 8 هفته آقای عبدالعزیز بوتفلیقه رفت، گرجستان به 20 روز شرف نازه استعفا داد، مصر به 18 روز آقای حسنی مبارک رفت، ولی با شعار ادامه شعار ارحل، نه با اینه که رأی من کو، آنچه که ما کردیم بر خودمون در سال 1388 جنبش خودجوش 1388 رو متاسفانه بردیمش به دوران طلایی امام و خط قرمزی که قانون اساسی بود، نگفتیم ارحل، گفتیم حق رأی من کو، نگفتیم حق من کو، گفتیم که رأی من کو یعنی توی رژیم باش، ولی اینه که من میگم انتخاب بشه رأی من باشه. و ادامهش تونست 10 روز زین العابدین بن علی رفت، رومانی به 8 روز، نیکولا چاوشسکو رفت و فیلیپین هم 4 روزم بیشتر طول نکشید. اینه که سقوط فیزیکی این رژیم باشه رو من لطفا جمع‌بندی کنید. الان تموم میکنم اصلا. اینه که سقوط فیزیکی رژیم رو ما کی بهش برسیم اونم باز دست منه، دست شماست، به سهم خودمون، به نوبه خودمون. میکروفون رو قطع میکنم تا فرصت بعد. ممنون از لطفتون. صحبت های پایانی آقای رایی رو بشنویم و جلسه رو جمع‌بندی کنیم. ممنونم. بفرمایید آقای رایی. بله خیلی ممنون. باز من چند نکته دیگر رو در رابطه با این سوال مهم که چگونه فریب نخوریم و چگونه انحراف ایجاد نشه رو مطرح میکنم. اینا همه تجربیاتی هست که نوشته شده و تجربیاتی هست که منتقل میشه به نسل جوان، که جوان و نسل هایی که با هم میخوان جنبش کنن از صفر شروع نکنن. یکی از ایرادهایی که ما داشتیم توضیح دادم ولی از روش رد شدم، خودسانسوری است. ما اون موقع فکر میکردیم که پشت سر آدم ها صحبت کردن غیبته و بده و نباید صحبت کنیم. این یک اشتباهی بود که ما تشخیص درست نمیدادیم اون موقع، خصوصا اونایی که روحیه مذهبی داشتیم، که چی رو باید بگیم چی رو نباید بگیم. آنچه را که نمیشه گفت ترور شخصیت یک انسانه، اما عمل انسان رو میشه نقد کرد حتی اگه در گذشته اتفاق افتاده. من میتونم بگویم فلان شخص در گذشته این اشتباه کرده، اما نمیتوانم بگویم چون اشتباه کرده خائنه. این دیگه در مورد رفتم اینو قضاوت در مورد شخصیتش کردم. پس ما این اشتباه رو داشتیم، راحت صحبت کنیم، نظرها رو بگیم، ایرادهای همدیگر رو بگیم، ایرادهای گذشته رو بگیم، ایرادهای شخصیت‌ها رو بگیم و فکر نکنیم که موقعی که میگوییم نقد میکنیم اشتباه میکنیم. یک نکته این. دومین نکته دو توجه داشته باشیم، یعنی یکی دیگه از نکاتی که مرتب گفتم این استش که لایسیته رو حفظ کنیم به این صورت که لایسیته احترام گذاشتن به هم دیگه و اهمیت دادن به نظر هم دیگه و اعتماد کردن به شعور هم دیگه است که همه می توانیم از آنچه که داریم گفتمان حقوقی رو استخراج کنیم، می توانیم سره از ناسری افکار خودمون رو تشخیص بدیم تا به جایی پیش بریم یا اعتقاد خودمون رو به کور کنار بذاریم یا اصلاحش کنیم. نکته دیگه رو که لازم توجه کنیم که خطر در این جنبش های اخیر هست این هست که اسلامیت ما با ایرانیت ما عجین شده. اون اسلامیت حقوقی با ایرانیت حقوقی ما که 15 خواسته داره، حالا یک بار در مورد ایرانیت میتونیم صحبت کنیم، از جمله خواسته هاش اینه که جبر نمیپذیره، اجبار نمیپذیره. هر دینی که آمده جبری بوده، مثل مارکسیسم یواش یواش کنار گذاشته شده یا ضعیف شده. یا این اسلام همین ولایت فقیه رو میبینید جبریه، این گونه است، میذاره کنار. ایرانیت و اسلامیت، ایرانیت و مارکسیسم، ایرانیت و مرام‌ها در صورت حقوقی با همن و فرهنگ ساختن. نمیتوانیم اینها رو بریزیم دور. مثل این میمانه که بچه خودش کثیف کرده، به جای اینکه بچه رو تمیز کنیم بچه رو با بچه کثیف رو از پنجره بندازیم بیرون، شدنی نیست. در اروپا این مسئله فهمیده شده
میدانند که مسیحیت قابل جدا کردن از فرهنگ اروپا نیست. به این علت که در طول تاریخ از دو طریق فرهنگ ساخته شده، یا از طریق دینی بوده و یا از طریق اشراف بوده. این فرهنگ سازی های دینی هم حقوقی بوده و هم قدرت ندار بوده، با هم پیش اومده. ما در ایران اسلام آزادی فردوسی رو داریم، اسلام آزادی عطار رو داریم، اسلام آزادی حافظ رو داریم که نقد میکنن، به شدت هم نقد میکنن، و اسلام خمینی و امثال خمینی رو هم داریم. پس بنابراین توجه داشته باشیم که ما در انسان موجودی لغزنده است، انسان موجودی حقوقی است اما موجودی لغزنده است. انسان براحتی میتواند از حقوق بلغزد بیرون. دموکراسی لغزنده است، احتیاج به مراقبت داره. امثال احتیاج به مراقبت امثال ما، همونطوری که آقای صدارت گفتن امثال آقای لطفی داره. برای چی؟ برای که باید مرتب بمانیم. حالا ماندن یعنی چی؟ ماندن در صحنه یعنی چی؟ به این مفهوم نیست که بیایم تو خیابون فقط شروع کنیم، نه. در هر جایی که هستیم و در حد امکاناتی که داریم و هر جا که میتوانیم حقوقی عمل کنیم. اگر دختری میتوانه در مقابل پدر، بله، جمع میکنم الان میام آقای رای لطف، بله وایسه همونجا، وایسه نمیتوانه کمک بگیره، نه، جای دیگه که میتونه حقوقی عمل کنه عمل کنه، اینقدر این کارو بکنه، فضای حقوقی داخل خانواده رو زیاد کنه، همینطور جای دیگه. پس بنابراین در صحنه ماندن تضمین میکنه. مردم رو خونه نشین کردن خطری هست که به تدریج بعد از انقلاب سال 57 اتفاق افتاد و متاسفانه بلایی اومد که سر ما اومده. مرسی، خیلی ممنون. ممنون از شما. البته فردا هم از سری جلسات ویژه کمیته دفاع از حقوق بشر، کمیته دفاع از کودک و نوجوان جلسه ویژه دارن در ساعت 18 فردا. در اونجا هم دوستان رو دعوت میکنیم که شرکت کنن حتما. من میخواستم اول همکاران خودم رو معرفی کنم که آقای آشا کچوریان منشی جلسه بودن، ضبط صدا و ادمین ها آقایان اسفندیار سندیگری و کریم ناصری، و همینطور سرکار خانم سمانه بیرجندی. تشکر میکنم که همراه من بودن، همکاری کردن با من، و همینطور از همه عزیزان، میهمانان عزیز که در این حدود 3 ساعت جلسه بسیار خوب و پرباری بود. تشکر میکنم از همتون و شما رو به امید و به خدای بزرگ میسپارم. ممنونم و خسته نباشید. منم تشکر میکنم از دوستانی که زحمت کشیدن. از جناب راهی تشکر میکنم، چند روزه بیشتر در خدمتشون بودیم، خیلی هم لذت میبریم از اطلاعاتی که میدن. همینطور از دوست خوبون جناب صدارت هم همینجور، که از احتمالا در همچنان در آمریکا هستن، از اونجا در کنار ما هستن، برای ما افتخاریه. خیلی خوشحالم از همه دوستانم تشکر میکنم. خوشحال میشم که باز بیشتر و بیشتر همدیگه رو ببینیم و بتونیم نسبت به اطلاعات که لازمه به همدیگه رد و بدل کنیم. خسته نباشید، تشکر. مرسی از کمیته اقوام، ببخشید، پیروان ادیان.